بینندگان عزیز، باز سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، آخر هفته خوبی رو خوش گذرانده باشید. هوا نسبتاً خوب شد ولی ما مریض شدیم متأسفانه. دلیلش هم بهتون میگم. توی واشنگتن هفته گذشته هوا رسیده بود به درجه 98-99 و شرجی بود. وقتی شرجی هست یا به قول خود اینها هیومید، میره بالای 110-112. بعد اینایی که مهمونی دارن، برنامه های بزرگی دارن، مجبورن سالن ها رو که بهشون بالروم میگن و اینها خنکتر کنن، چون مردم که از بیرون میان گرمشونه، گویا گرمای خودشونو میارن اونجا. اینا هم اگه روزای دیگه مثلا روی 70 و 68 نگه میدارن، این موقعی که هوا بیرون گرم میشه اینا میارنش روی 65 درجه فارنهایت، منظورم درجه کولر رو میگن، میارنش پایین. اینه که برای بنده خدای بیچارهی مثل ما که از بیرون ماشین رو پارک میکنه و وسائلش رو میندازه روی دوشش رو میکشه میبره اونجا، تا میرسه اونجا گرما زده شده، همچی که داخل اونجا میشه سرما زده میشه. اون وقتا اگه یادتون باشه میگفتن سینه پهلو کرده یا زکام شده، یا اینجا میگن نمونیا. در صورت خانم هیلری کلینتون هم نمونیا گرفته، گفتیم نکنه ما از ایشون وا گرفتیم. الحمدلله ما الان چند سالی هست که دیگه با ایشون کار نداریم و کار نمی کنیم و نباید به اصطلاح از ایشون وا گرفته باشیم. به دوستان روی فیسبوک خوش آمد میگم، اگه لطف کنن این برنامه رو با دوستان خودشون شیر کنن ممنون میشم. من نشونتون میدم اگه یه وقت بلد نیستید، چون میدونم بعضی از دوستان ایرانی وقتی یه چیزی رو بلد نیستن روشون نمیشه، خجالت میکشن که از یکی سوال کنن آقا خانم اینو ما چجوری انجام بدیم. خب برنامه‌مون داره ضبطم میشه، ممنونم از شما که اون هفته قبل با ما به اصطلاح صبور بودین، پیشنت بودین و گذاشتید همه چیز درست بشه. الان 4 روزه که برنامه های جدید ما همه چی ردیف و خوب داره کار میکنه. ممنونم از آقای شبستری که دیروز زنگ زد و پیغام گذاشت که آقا یه چیزی نشون میده معلوم نی چیه، یه صدایی هم اون پشت میاد معلوم نی کیه چیه. من بودم قربان، من بودم، دوستمون آقای علی آقا بود که همیشه این تاریخ ها رو میفرسته و اینها، و داشتیم امتحان میکردیم این فیسبوک رو که به چه صورتی بهتر پخش کنیم. فیسبوک هنوز فکر نمی کنم بیشتر از 2 ساعت بذاره پخش کنیم و ما دنبال این هستیم که به یه طریقی برنامه های تلویزیون مردم رو 24 ساعت روی فیسبوک بذاریم. به نظر من فیسبوک باید این کار رو انجام بده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که همین جوری ویدیو استریمینگ نمی کنه که به هدر بره. هر کسی آمد اون کلیک یا اون دکمه پلی یا بازی رو زد اون وقت شروع میشه، پس مصرف آنچنانی هم نداره. خب امروز دوشنبه است، 12 سپتامبر 2016، برابر با 22 شهریور 1395. من امروز صبح از آقای والا آب دهنم هم نمیتونم غور بدم، فردا صبح نوبت دکتر دارم. امروز صبح از آقای تیمسار آریانپور عذرخواهی کردم، گفتم که حالم خوب نیست، نمیدونم آلرژیه، نمیدونم سرماخوردگیه. میدونید توی سرماخوردگی توی تابستون یه سرماخوردگی هست به نام بهش میگن سامر کولد، و بعضی وقتا اونو اگه بگیری مریضیت همینجوری طولانی میشه. مثل سرماخوردگی زمستون نیست که بندازت یه 2 روز استراحت کنی و جونتو رها کنه بری دنبال کارت، همینجوری میگیرتت ولت نمیکنه. اینم از این ماجرا. این آقای آریانپور آدم های خوب، همه چیشون خوبه، قبول کرد، گفت خب من میدونم که حالت بده، میذاریم یه وقت دیگه. چهارشنبه چون من با خانم فراز زاره از دانمارک میخواییم مصاحبه کنیم، ایشون پناهجو هست، ساعت 2 بعد از ظهر، گفتیم خب پناهجوه واجبتره، لازمتره. ساعت 3 بعد از ظهرم که برنامه ها مال آقای یزدان خداوندلوه و مون جمعه. جمعه ساعت 3 بعد از ظهر
با آقای تیمسار آریانپور هستیم، ولی تا اون موقع ایشون یه نامه ای نوشته که من این رو براتون میخونم. فقط اجازه بدید باز هم از ایشون تشکر کنم، باز هم از ایشون عذرخواهی کنم که ما بدقول در آمدیم. آقای افشارها یه دفعه بهش دیر زنگ زدم، گفتم ببخشید که من بدقول شدم. گفت یه روزی میام درباره این قول و بدقولی و اینها صحبت میکنم. گفت ما ایرانی ها حتی نمیدونیم چه چیزی قوله چه چیزی بدقولیه اینها، و برای من توضیح دادن، توضیحشون هم خیلی قشنگ بود، ولی باز لازمه که یه وقتی اگه ایشون لطف کنه بیاد صحبت کنه توضیح بده، من و شما هممون با هم این رو یاد بگیریم. و اما درباره ایران، نیروی دریایی ایران و پرژن گلف، خلیج فارس، که آقای رضا پهلوی هم الان دومش لای تله گیر کرده که آقا چرا با این عربای این ورور میپری توسط آقای نوری زاده، الان دیگه اسم خلیج فارس رو نمیاری و هرچی اونا میگن خلیج عربی تو هم اونجا ساکت میشی، برای که یا داری پول میگیری یا فعلا امیدت اینه که حالا دیگه عربستان سعودی ممکنه کمکت کنه. این همه پول از سلطان حسن بود پادشاه مراکش، این همه پول از صدام حسین و نمیدونم کشورهای دیگه گرفتی، بیچاره به کجا رسیدی؟ آخرین افتضاح شازده ها، یه شازده قاجار که فامیل همین پهلوی هم هست، دوستان اشتباه نکنید، این پهلوی و قاجار و اینها دوتاشون یکی هست، ببخشید اینو میگم، همیشه میگفتن که چاه آبشی و چاه مسترا هم دیگر رو پیدا میکنن، و یه شازده ای رو گویا توی کالیفرنیا نگرفتن، دستگیر نکردن، به نام آقای پاسکال محوی، و این آقا با داشتن میلیون ها دلار پول و ثروت و اینها میره فود استمپ میگیره. فود استمپ یعنی کوپن غذا که این روزا با کارت میدن، اون وقتا کوپن بهشون میدادن، کوپن میبردن فروشگاه. همون چند سال پیش یه گزارشی نشون دادن که ایرانیه رویز رویز یا جگوارشو پارک میکنه یه بلاک پایینتر، پیاده میاد، بعد ایرانی ها فروشگاه ها از بس به هم دروغ میگفتن که آقا من آنم که رستم بود پهلوان، به فروشنده ها گفتودن آقا شما یه پرده بذار، یه چیزی بذار که ما میایم داخلش کسی نفهمه که ما داریم فود استمپ میدیم یا پول میدیم. البته اسم فود استمپ هم الان عوض شده، شده اسنپ یا اسنپ نمیدونم. این از این ماجرا، اونو حتما برید ببینید، شازده قجر که دوربین فیلم برداری به اصطلاح تلویزیون ها اینجا این ژورنالیست ها پدر در میارن و رفته دنبالش اینها. بمانم بذارید، چون قرار اون با آقای آریانپور بوده و من گفتم به خاطر این مشکلی که دارم، نمیدونم آلرژیه، نمیدونم سرماخوردگی تابستون است، یا نمیدونم نمونیا، خدا کن نمونیا نباشه، چون نمونیا همراه سرفه است، این سرفه نیست، این چشمام سرخ میشه، گاهی گرم میشه، گاهی سرد میشه مثل فلو، و گلوم رو هم اذیت میکنه. بنده هم که گلو گشاد، لوزام عمل کردم، لوزه ندارم، نمیفهمم تا موقعی که بندازتم. امروز با چند تا از این قرصا خودمو دارم میکشونم تا به فردا. ولی چی نوشته آقای آریانپور؟ نوشته، همین امروز هم نوشتن، 12 سپتامبر 2016، سخنی با هموطنان گرامی. بذارید من اصلا این صفحه رو براتون بزرگ کنم که اگر احیانا چیزی رو من اشتباه خوندم شما درستش رو ببینید و تشخیص بدید و خودتون اون رو تصحیح کنین. پس شد اینجا کامرای دو، هر وقت ما میگیم کامرا یادمون به این کامران میفته، دوست خوبون آقای کامران که تنها جوری که تونسته به این آمریکایی‌ها بگه چجوری صداش کنن اینه که اسمش رو نوشته کامران. خیلی خوشحالم که آقای فضائل عزیزانم اینجاست. آقای عزیزان درست تموم شد یا نشد؟ ما مریضیم، نرس میخوایم، دکتر میخوایم، دستم به دامنه. سخنی با هموطنان گرامی، اطمینان دارم کسانی خواهند گفت چرا یک روز از زیبایی ها و افتخارات می نویسی و روزی دیگر از زشتی ها و حقارت ها. باید این نکته بدیهی را تکرار کنم که هر پژوهشگری که بخواهد منصف باشد نه به دنبال بیان صرف زیبایی هاست و نه به دنبال پیدا کردن زشتی ها، او دنبال آن چیزی می گردد
که واقعیت باشد و یا دست کم مطلبی را بیان کند که متکی بر شاهدی تاریخی باشد. اگر گاهی نوشته‌ای زشت می‌گردد و گاهی زیبا، به او، منظور نویسنده است یا محقق، مربوط نمی‌شود، بلکه به اسناد و شواهد تاریخی مربوط می‌شود. اگر این نوشته‌ها برای عده‌ای عجیب به نظر می‌رسد، از آن روست که برخی از ما عادت به یک سونگری و مطلق انگاری و مطلق اندیشی و قهرمان سازی و دیو پروری داریم. این دیو پروری رو اول که خوندم فکر کردم یک مریضی آمریکایی، میخواستم بگم دیو پروری داریم و نمیتوانیم پیوند عاطفی مناسبی با مطالبی که با رو کردی به دور از قهرمان سازی ها و قهرمان سازی های وهمی و بدون مصادره به مطلوب منابع نوشته می شوند برقرار کنیم. درس گرفتن از تاریخ تنها و تنها با توجه به واقعیت های راستین ممکن است. افتخار کردن به گذشته نیز تنها با تکیه به واقعیت ها ممکن می شود، نه با اتکای به آنچه که پایه و اساسی ندارد و در حکم خودفریبی یا دیگر فریبی است. قطعه کردن کدومش درسته من نمیدونم. قطعه کردن تاریخ بنا به ذوق و پسند شخصی و برداشتن تکه های مورد علاقه و نادیده انگاشتن تکه هایی که بدان علاقه نداریم، نه به کار اغنا حس، این اغنا یعنی همون غنی شدن، نه اغنای حس کنجکاوی می آید و نه به تجربه و آموختن از تاریخ، چرا که در هر دو مورد بخشی از واقعیت نادیده گرفته شده است. چنین اعمالی به کار دو گروه می آید: کسانی که به دنبال دستمایه هایی برای دلخوشی و تقدیرهای ناشی از خلأهای عاطفی هستند، و نیز کسانی که تاریخ را ابزاری برای الغای مفاهیمی به سود منافع خود و بهره‌کشی‌های ناشی از آن می‌دانند. هر دوی این گروه‌ها نه تنها بخشی از تاریخ را نادیده می‌گیرند که با افزوده‌های مجعول و ادعاهای ساختگی خود هواداران خود را گمراه می‌سازند و راه دستیابی به واقعیت‌ها و تجارب تاریخی را مسدود می‌کنند. چنین است که هرگاه تاریخ را یک سو نگرانه ببینیم و در دل ما باور به چیزی مطلقاً خوب و ناپذیر جوانه زند، فاشیسم و استبداد از همانجا شروع به رشد می‌کند. این اشخاص به هنگامی که با روایت تاریخی خوشایندی مواجه می شوند، نه منبعی می خواهند و نه تردیدی در منابع به خود راه می دهند. اما به هنگامی که سخن مغایری را می شنوند، از هیچ گونه انکار و تردید در منابع خودداری نمی کنند. منابع را غرض‌ورزانه، غیر معتبر، دشمن نگاری، غلط در ترجمه، تحریف در متن و امثال آن قلمداد می کنند و انواع و اقسام لطائف الهی و شگردها را برای نادیده شدن و انکار آنها به کار می گیرند. آنان در کنار همه اینها از هیچ گونه اتهام و پرونده سازی برای کسانی که منابع تاریخی را منصفانه و واقع گرایانه و بدون دخل و تصرف نقل می کنند کوتاهی نمی کنند و سعی می کنند تا ضعف خود را با روش های ناکارآمد تخریبی جبران کنند یا می کنند. این هم از نوشته امروز آقای آریانپور. من بازم ازشون ممنونم و خوشحالم که جمعه اگر ما مرض واگیرداری نداشته باشیم، ایشون رو ساعت 2 بعد از ظهر بعد از برنامه کانون آوا خواهیم داشت. و اما این مرض واگیر، سرماخوردگی، چیزای دیگه‌ای که آنتی بیوتیک میدن و اینها، دوستان خود شما رعایت کنید. یعنی من میتونستم بگم خب من که میخوام برنامه بذارم، حالا آقای آریانپورم بیاد، حالا دیگه به من چه اگه ایشون مریض شد. ولی حس مسئولیت داشته باشین. اگر ما باعث بشیم اینو شیوع بدیم، از یه نفر به 10 نفر دستمون رو نشوریم، نمیدونم کارهایی که نباید انجام بدیم انجام بدیم تا این زیاد بشه، ما مسئولیم.
و اگر مسئول باشیم همون اول باید اگر مریض هستیم دو سه روز نریم، بریم دکتر ببینیم چه مرضی داریم و الاخر. خانم هیلری کلینتون اگر زنی دروغگو نبود، روزی که سرفه های آنچنانی میکنه توی هفته گذشته، وقتی که خودش میدونه و دکتر بهش گفته که شما نمونیا داری، این احمق، این فریبکار باید در خونه استراحت میکرد و اونجا نیاد به خنده بگه فکر کنم من اسم ترامپ رو که میارم آلرژی دارم. تو به زندگی آلرژی داری، چون زندگی زیباست، زندگی حقیقته و شما دروغگو هستید و زشت. شما به زندگی آلرژی پیدا کردی و خدا میدونه توی اون جمعیتی که اون روز وایستادن این چند نفر رو مریض کرده، با بغل کردن، با دست کردن. مخصوصا اینها وقتی میرن یه جایی بچه های کوچولو رو ور میدارن، ماچو بوسه و اون بیچاره رو مریض میکنن. حالا بچه های حسنی دارن، تا زمانی که از شیر مادرشون تغذیه میشن یک مقاومت شدیدی دارن توی بدنشون که همون مسمومیت به اصطلاح و جلوگیری میکنه. و من نمیدونم این قدرت چیه که این خانم 68 ساله، مادر بزرگ دو تا بچه، به جای این که بگه بابا من 8 سال توی کاخ سفید زندگی کردم، سالها توی سنا بودم، سالها توی این اداره های لافرم بودم، هر چی تونستیم دزدی کردیم، گاو خریدیم، گاو فروختیم، زمین خریدیم، زمین فروختیم، کتاب نوشتیم، کتاب قلابی به اسم ما نوشتن، پول شما گرفتیم، بابا برو دنبال زندگیت، برو استراحت کن. حالا یکی میگه سور بی تو که داری به اون نصیحت میکنی، خودتم بار استراحت کن. باور کن دلم اینقدر شده بود که بیام جلو دوربین بشینم و شما رو که نمیبینم ولی شما رو حس کنم. ماندانای خانم، ماندانای عزیز، پیام شما رو گرفتم، پیام دومی شما رو گرفتم و شما نمیدونم روی 703 پیام گذاشتید یا روی 202 گفتید پیام اولی قطع شد. احتمالا 202 سه دقیقه بیشتر نیست. در صورت من پیام دومی شما رو گرفتم. امیدوارم در رابطه با دکتر منوچهر گنجی صحبت کردید. دکتر منوچهر گنجی یک کمی بهش اعتبار بدیم. میتونم بگم اولین کسی هست از این شاه الهی ها که سال 2001 15 سال پیش آمد در برنامه من در تلویزیون رنگارنگ و گفت آقای سوربی کتاب های درسی مدرسه زمان شاه ایران رو که اونم وزیر آموزش پرورش بوده، آقای آیت الله حسین بهشتی و اون قفاری و اینها می نوشتن، بچه محمد رینگو که بچه منتظری و اینها. ولی بند خدا آقای گنجی تکلیفش رو معین نمی کنه. می دونید که آقای گنجی مدت جبهه ملی بوده، بعد گفتن آقا بیا ایران، گفتن بابا تو اون پول نیست، بیا اینجا پوله، گذاشتن سر کار و وزیرش کردن و اینها. اینم گفته بابا دیگه حالا گور پدر اونها، ما که داریم سر کاریم و زندگی میکنیم و شانسش میخوره به انقلاب و در به در میشه و اینجا باز یه شانس میاره، میره شکایت میکنه از دولت جمهوری اسلامی، پولی رو که آمریکا گرفته بوده پول اینها رو یه پس میده، یکی و دوتام دولاخ سلا حساب میکنن. اتفاقا اون روز با رکسانا داشتم کلکل میکردم، گفتم بابا باهات صحبت میکنی انقدر بدبین نیست، من نفهمیدم بالاخره قهر باباش آشتیه. گفتم تو با بابات نمیتونی قهر کنی چون برات خونه خریده. بعد گفت آره برام خونه خریده. گفتم البته یه چیزی بگم، ماها که برای بچه هامون کار آنچنانی انجام نمیدیم، معمولا بچه هامون هم از اون انتظاری ندارن، ولی اینایی که بچه های لوس و نونار هی براشون چی خریدن، هی اینا بیشتر انتظار دارن و اگر دستتون رو تا اینجا هم بکنی پر عسل بکنی تو دهنشون، آخر گازت میگیرن. اگه یه خونه بهش بدی میگه چرا دوتا ندادی، اگه دوتا بدی میگه چرا دهتا ندادی، دهتا بدی میگه چرا بزرگ ندادی. در هر صورت اینها ناراضی دنیا اومدن، ناراضی هم از دنیا خواهند رفت. یکیش همین خانم رکسانا گنجیه و این خانم رکسانا گنجی حالا رفته با امید نادان مصاحبه کرده. گفتم شما عجب احمقی هستید که افتادید دام امید نادان. یه مصاحبه ای رو آقای جیسون رضا جورجانی، فامیل عربیه، جیسون آمریکاییه، رضا اسم ایرانی عربیه، بمانه، آمده با آقای
با امید نادان انجام داده و توی اون راجع به رضا پهلوی صحبت میکنن و که بله آقای امید نادان هرچی تو میگی درسته، این رضا پهلوی اینجور و اینجور. بهش بگو که امید نادان تو چرا به سوربی فحش میدادی که همین چیزایی رو که حالا بعد از 5 سال تو فهمیدی سوربی 5 سال پیش بهت میگفت احمق، تو حالا باید بیاد عذرخواهی کنی از سوربی، بگی آقا من از شما معذرت میخوام. ولی اینا بچه پررو هست. شما اون یکی رو نگاه کنید، چه فخرآور، ننگآور، این یکی، اون یکی، همین جوری بمانه. در هر صورت من رفتم روی فیسبوک رضا اولا بذارید من قرار شد به شما یاد بدم که چجوری بریم شیر کنیم این ماسماسکا رو. ماسماسک چیه آقا؟ این حرفا چیه؟ چجوری شیر کنیم برنامه ای رو یا نوشته ای رو که روی سایتمون میبینیم. اجازه بدین من اینجا این رو براتون عوض کنم. دوستان متوجه شدید از موقعی که به اصطلاح کامپیوتر درست شد و اون موقع یک کمی چاق و توپلو بود، حالا دراز و باریک شده، کشیده شده، اینایی که تو کارهای کامپیوتر هستن هنوز رضایت نمیدن و صفحه ها رو همون مثل صفحه های قدیمی میذارن. من از همین یه تیکه این ور خالیه، یه تیکه اون ور خالیه، و این وسط بعد یک کامپیوتر 15 اینچی، حالا مانیتورهای ما شده بود 21 بعد 23 بعد 24 بعد 27 بعد 28، الان ما حتی 32 اینچ داریم اندازه تلویزیون. بمانه ببینید دوستان، شما وقتی میاین اینجا تو صفحه مردم تیوی، تو صفحه مردم تیوی روی فیسبوک سوربی رو میبینید که برنامه زنده اینجا داره. این پایین یک کمی دیگه بیارمش بالاتر، این پایین نوشته شیر. شیر یعنی تقسیم کردن، در میان گذاشتن. وقتی کلیک میکنی میگه با کی؟ من اینجا میگم با خودم، شیر on my own timeline. بعدم برای شماها که روی سوربی منو میبینید، روی صفحه خودم میبینید، مینویسم سوربی با مردم، یه لایو کوچولو هم میذاریم که دوستان خوششون بیاد. اینم از این. من اگر کسانی باشن که صفحه هاشون باز باشه میتونم روی صفحه اونا هم بذارم، ولی من 8000 خورده فقط روی مردم تیوی دارم. حالا یکی یکی آقای سوا تبار برنامه زندهش که شروع میکنه، بله لطف میکنه برای منم دعوتنامه میفرسته و اینها، ولی من نمیتونم برای 8000 خورده یکی یکی تک کنم یا نمیدونم. در هر صورت اینم از اینه، یه وقتی 50 تا دوست داری میگی که ای کاش بشه 5000 تا، وقتی میشه 5000 تا میگی ای کاش بشه 2 تا، چون موقعی که 2 تا 5 تا دوست داشتیم دوست بودن، میدونستیم این یکی پیامه، اگر روز شنبه شنبه کامپیوترمون گیر میکنه زنگ میزنیم بهش از بلژیک و از نروژ زحمت میکشه برامون وصل میکنه، میدونستیم اون یکی آقای فلانی. الان نمیدونیم کی به کیه، نمیدونیم واقعا چه دوستی. اون قسمتش که گفته 5000 تا دوست لیمیت، آقا این حرفا چیه؟ اگر این فیسبوک برای دوستات شما باید روز 100 تا لیمیتش کنه، 100 تا دوست میدونی یعنی چی؟ هفته یه بارم که بخوای بهشون صحبت کنی، هفته 5 دقیقه 100 تا 5 دقیقه میشه 500 دقیقه، حالا بگو 600 دقیقه، هفته 10 ساعت تو باید با دوستانت صحبت کنی. پس اینا همش الکیه، بی خوده. بمانه. خب جیسون رضا جورجانی، جالب اینه، بذارید من باز همینجا بهتون نشون بدم که وقت خدایی نکرده نگید این سوربی دروغ میگه. اگر میشه مجری تلویزیون باشی اونم ایرانی اون وقت دروغ بگی؟ استغفرالله، توبه. جیسون رضا جورجانی، دوستان نگاه کنید ببینید کار ما چقدر خرابه. صفحه به نام آقای جیسون رضا جورجانی، عکس آقای شاهین نژاد. با آقای شاهین نژاد اینو فرستادم، گفتم آقا what is going on، یعنی چه خبره. بعد ایشون هم خیلی قشنگ جواب همه چی رو بلده بده، گفت که خب این آقای جیسون جورجانی یاد دوستان کرده. آقای نژاد قربونه دارم، این چه حرف مزخرفیه شما میزنید؟ شما قوانین فیسبوک رو میدونید؟ الان من قانونن باید برم بگم ریپورت، شما هم همین کارو بکنید دوستان، ریپورت این صفحه رو ریپورت کنید، ریپورت سامتینگ شیرد بای جیسون. بله این
باید بگین report this profile، یعنی این پروفایل قلابیه. حالا چرا؟ میگه که این this person is annoying me، این آقا منو اذیت میکنه. they are نمیدونم pretending to be me or someone I know. بله اینو من میتونم بگم، میگم اینا دارن تظاهر میکنن کسی هستن که من میشناسم. بله من آقای شاهین نژاد میشناسم، یا آقای جیسون رضا جرجانی خجالت میکشه عکس خودش رو بزنه، اومده عکس شاهین نژاد گذاشته، یا آقای شاهین نژاد این اکانت رو باز کرده که هر کی میگه جیسون رضا جرجانی بره داخل اون. من نمیفهمم اصلا اینا. اون وقت اینا میخوان من و شما رو ادب کنن، فرهنگ رستم و سهراب، رستم و سهراب تیر و کمون رو دوباره برای ما بیارن. به این آقا میگم آقا شما، من یه دفعه به این رضا پهلوی گفتم والا بلا بیاین با طرفدارای خودتون یاد بدید چهار تا چیز کوچیک، چهار تا چیز اصلی، کامیونیتیمون رو بهتر کنیم. بعد آقای شاهین نژاد برای من میشه کامیونیتیمون چجوری بهتر کنیم، از چه کسانی؟ میگم آقا از خود شما. مگه تو هر رادیو تلویزیون میبینی بهت میگن فرهیخته پرهیخته؟ خب اگه تو فرهیخته جامعه ما هستی، شما باید یاد بدی اولین اشتباهی که میبینی باید ازش گذشت نکنی، گوشزد کنی. مثل سوربی که الان continue report میگه someone I know، میگه عکس کیه گذاشتن، میگم که سابمیت میکنی به فیسبوک، فیسبوک هم میره دنبالش. اینم از این. یه قلم من اشتباه نوشتم، مثل باید اسم آقای جیسون رضا فلانی یا شاهین نژاد هم مینوشتم. 10 بار که این کارو بکنیم طرف نمیاد هی به لیست کوروش ایرانی بعد عکس شاه رو بذاره داره اسکی میکنه. این احمق نمیفهمه شاه اسکی کردنش در سوئد، در کوههای آلپ، در فرانسه، در نمیدونم هر جایی باعث ننگ شماست. آقا شما همین علی که چی بود آبلی، حالا نمیخوام بگیم نکبتی داشتیم، شاه باید میمد اونجا، میومد یاسوج یه پیست اسکی میساخت، میومد بوشهر برای قایق سواری تا به سونا، هی بلند شدن رفتن جنوب فرانسه، هی رفتن سوئیس فلان، هر ننه قمره گدازاده عقب افتاده ای هم خواست مثل شاه باشه، بلند شد با پول قرض و قوله از باباش و این ور اون ور رفت اروپا، بعدم با اون پول یه ماشین خرید اومد، بعد برای دیگرانم تعریف کرد که آقا خرجمون در اومده ماشینم سود بردیم، همه هی بلند شدن مثل میگن یه بز که میپره همه میپرن، همین کاری کرده. اون وقت شما نشستی این عکسا رو میذاری افتخار میکنی، ببین ما چه بودیم چه شدیم، چه بودی؟ عکس کارنوال زمان رضا شاه رو میفرستی، این مایه ننگ پهلوی باز باشه. زمان رضا شاه مگه خودتون نمیگید مردم گرسنه بودن، آبله داشتن، کچل بودن، نمیدونم کوفت و وبا داشتن؟ باید کارنوال میذاش، کارنوال برای ننش بره بذاره، برای خانم نوشافرین بره بذاره. چه فرق میکنه فرق اون با این احمق ها که الان میان جلساتو نمیدونم کمیسیون های اسلامی میذارن 72 کشور گداتر از خودشون دعوت میکنن، سفره های آنچنانی میذارن. چه فرقی میکنه؟ یکیتون شهامت داشته باشین، نمیخوام بگم یکیتون مرد باشین، یکیتون زن باشید، یکیتون مرد باشید، یکیتون انسان باشید، بیان اینجا صحبت کنید. همین آقای نژاد 3 بار تا حالا در رفته، اون دفعه یقشو گرفتم میگم آقا تو همچین تعریف میکنی تو برنامه آقای مینوی انگار که اونجا بودی و بعد داستان رو داری میاری به مردم به عنوان تاریخ قالب میکنی، بعد میگه نه من که نمیدونم قبلش چی گذشت. آخه این حرفا چیه؟ من که بعدن برای شما اون لینکو فرستادم، بعدن برو برنامه رو نگاه کن، بیا بگو من عذر میخوام. بینندگان تلویزیون مردم، بینندگان برنامه‌های آقای مینویی، من عذر میخوام، من نمیدونستم قبلش چی گفته آقای مینویی. شماها دروغگو هستین، شماها رفتین حالا یه زنی هم گرفتی هی راه میرین تو این سالن تو اون سالن، آقا کد بانو بانو کد بانو بانو، خوشحالی یه مش آدم عقده‌ای بدبخت عقب افتاده که هیچی نداری، حتی به این دکتر و پروفسور بودن امروزتون نمیتونید افتخار کنید، مجبورید آویزون بشید به سیمرغ و نمیدونم رستم و سهراب توی داستانها، اونم داستان فردوسی که خودش از شاهنامه‌های دیگه برداشته و خودش هم برای پول این شعرها رو نوشته. برید بابا دنبال کار زندگیتون. Breaking news September 12 ببینیم این دکتر رضا سلامی چی می‌نویسه.
بله، ایشون ویدیوی مربوط به کلینتون رو داره میذاره که دیروز کلینتون اینجا، چون 11 سپتامبر بود 15مین سالگرد حمله تروریست ها به نیویورک و واشنگتن و پنسیلوانیا و اینها، خانم کلینتون توی اون برنامه میگه من گرمازده شدم. دروغ میگه. شمایی که نمونیا داری نباید بری جایی که مردم هستن. نمونیا مگه واگیر نیست دوستان؟ نمونیا همینه که با پی شروع میشه. راستی این کلمه‌ای که اینجوریه چرا مثلا نو مینسن K-N-O-W میخونن نو، نمیدونم این پی اولش میاد ولی نمونیا خونده میشه. اینا رو یک کسی که بلد انگلیسی یکم بیاد توضیح بده ما یاد بگیریم. در هر صورت این دوستمون آقای دکتر رضا سلامی برنامه چیز رو فرستاده، حالا ما نشون میدیم. نوشته هیلاری کلینتون کلاپس. کلاپس یعنی قش کردن و افتادن، مثل سکته کردن هم بعضی هم میگن کلاپس. یکی یه دفعه وایساده قش میکنه میفته. کلینتون چند مدته که میگن این حالت سرع یا همون قش کردن رو داره. دلیلش هم یه لخته خونیه که تو مغزش هست. یه دوستی دارم $500 شرط بندی کرده، آماده کنید $500تونو که کلینتون رئیس جمهور نمیشه. اگه شد، اگه نشد، ایشون به من $500 میده. خدا رو چه دیدی شاید تا اون روز کلینتون شوهرش بهش گفت خانم خجالت بکش بیا برو دنبال کار زندگی، $500 گیر تلویزیون مردم بیا. در هر صورت یک لخته خونی توی مغز هیلاری کلینتون بوده سالها پیش، همون موقعی که حتی وزیر امور خارجه بود. میگن درمان شده ولی دروغ میگن. اولا شما اگه نگاه کنی هر جایی که دیگران عینک نزدن، یه جایی میبینی روز روشن همه عینک زدن، اوکی. یه جایی میبینی شما داری میای عینک یادت رفته برداری، اوکی. ولی یه جایی میبینی شما بابا دیگه بیشتر از همه جا داری عینک میزنی. عینک سر و صدا باعث میشه اینایی که حالت قش دارن اون الکتریسیته ها و موج ها و چی تو مغزشون شروع میکنه و اینا رو میندازه. ایشون عینک میزنه. وقتی که توی کانونشن این چیزا رو از بالا ریختن پایین، صدا و رنگای مختلف، برید ببینید ویدیوشو، میگه مثل شیرای تو جنگل. یکی دیگه هست خبرنگارا دورش جمع شدن خبر، یکی دیگه از چیزایی که قشق میکنن میگن دور طرف رو باز نگه دارید، اینها فوبیا بهشون دست میده. وقتی دورشون شلوغ باشه، سر صدا باشه، یه دفعه فکر کنن یکی تو مغزشون داره حرف میزنه. چند تا خبرنگار دورش بودن، برید نگاه کنید کلینتون رو، بزنید هیلاری کلینتون. حالا این آقای چیز جولیانی گفت برید بزنید توی گوگل هیلاری کلینتون نمیدونم هلت میاد و اینها، اون موقع اصلا خبری نبود. الان این ویدیوهایی که پس از دیگری داره میاد. حالا بذارید چون آقای رضا سلامی زحمت کشیده، این سلامی ها تو قسمت مغز و اینها میدونید که اینا چیز بیمارستان به اصطلاح تو شیراز میگفتن دیوونه خونه سلامی، ولی اینها درمانگاه همون تیمارستان یا روانی رو داشتن از اونجا. مرسی، برام با ایمیل بفرست پیام عزیز یا با فیسبوک، نه فیسبوک اینجا نه، شاید برام واچ کنم، نمیدونم، به خدا خودم هم گیت شدم. امروز صبح داشتم با آقای، بذارید صدای اینو من کم کنم ولی براتون بذارم این پلی کنه ببینید، با آقای مینویی صحبت میکردم، گفتم آقای مینویی بنده خدا قاطی کرده بود بین وبسایت، بین یوتیوب و بین فیسبوک. گفتم آقای مینویی اصلا ناراحت نشینا، یه وقت فکر نکنید بگید چون من 70 خورده سالمه اینجوری اونجوری. من هم تو برنامه هم حتی هفته گذشته گیج شده بودم. ببینید اینجا، ببینید، اولا از اون سالونه آوردنش بیرون، یه خانمی زیر بغلش رو گرفته، بعد تا بیان وای میستن این ماشین مخصوص، این ماشین مخصوص بیاد سوارش کنه، ببینید دست رو اینا، ببینید اینجا دست گرفتن، با همه اینها نمیتونه و میفته. ببینید باز اینجا روزای دیگه لباسای مختلف، باز ببینید دستشو میگیرن، از پله میخواد بالا بره، از پله میخواد بیاد پایین. ولی وای بر اینها که این قدرت چقدر پدرشون رو درآورده و حاضر نیستن چیز کنن. حالا اینجا نمیدونم اینو چی نشون میده، در هر صورت بعدم میخواد بیفته، همچین که اینا بلندش میکنن میذارنش تو ماشین، کفشش هم اینجا جا میمونه. ویدیوهای بهتری اومده، میبینید اینجا این خانمه دستش گرفته که بتونه به اصطلاح
را بره و الا اگه ولش کنه همونجا میفته. اینه. ببینید این خانمه وقتی که هیلری کلینتون شروع کرد اون قیافه ها رو درآورد و حمله بهش دست داد، توی هم گفتن حمله یا قش، این خانمه حتی وحشت کرد و ترسید. در هر صورت باید صبر کرد و دید آها این سرفه های عجیب و غریب مدت ها هست، ولی آخرینش هفته قبل بود و این انقدر نادانه وقتی سرفه میکرد میکروفونه رو هم میآورد نزدیک خودش، در صورت که هر کسی که دو تا جلسه شرکت کرده باشه میدونه اگر میکروفون اینجاست وقتی میخوای سرفه کنی باید میکروفون رو بگیری این ور، سرتو بچرخونی این ور، دستتو اینجوری کنی سرفه کن، سرفه و عدسه و دیگه هیچ، هر چی بگی. خب ببینیم اصلا حالات کیش شما نگاه کنید، صورت و عکس العمل و اینها، این دقیقا همون حالات کسی هست که میخواد قش کنه یا کسانی هست که یه اشکالی دارن تو مغزشون. در هر صورت نمیدونم، این من نمیدونم چیه دستی این آقای هی نشون میده، چیه شاک میده باتونه چیه. بله اینم عکسای مختلفی که این خانم داره سرفه میکنه. آخه چقدر حالا خودم هم امروز سرفه‌مون گرفته، ولی خب بماند بریم. ببخشید. خب آها اینجاست باز، بذارید من نشونتون بدم. نگاه کنید. ببینید ببینید افتاد. خدایا ما بدی هیچ کسی نمیخوایم، مریضی هیچ کسی نمیخوایم، ولی خود اینا موجودات عجیبی هستن. بابا چقدر شما این پول و قدرت اسیرتون کرده که حتی حاضرید رو سلامتی خودتون، رو زندگی خودتون، نگاه کن. حالا مادر بزرگای خودتون دوستان یادتون بیاد وقتی 68 سالش بود اصلا یه حالت روحانی داشت، والا چی بگم. خب بفهم بس. و اما در رابطه با تلویزیون مردم من یه بار دیگه توضیح بدم. اون روز وقتی این دوستمون گفت آقای سوربی من میتونم یه مصاحبه داشته باشم، گفتم بله شما میتونی مصاحبه داشته باشی، و من چون خودم 32 سال پیش پناهجو بودم شرایط پناهجویان رو میدونم. خیلی از ما حتی تفاوت پناهجو و پناهنده رو نمیدونیم، یعنی تفاوت اسایلم پناهجو و رفیوجی، کسی که پرونده پناهجوییش قبول شده حالا دیگه پناهنده اون کشوره، نمیدونیم. همه رو میگیم آقا ما پناهنده شدیم ولی هنوز جوابمون نیومده. نخه، شما پناهجو هستی، شما اپلیکیشن یا فرم درخواست رو دادی هنوز جواب نیومده. مثلا این دوست جوانمون که از گنبد کاووس اومده گفته 5 ماهه بهش جواب دادن و خب ما بهش تبریک میگیم، امیدواریم به زودی ببینیمش در هر کشوری که خودش دوست داره. خانم فراز زاره وقتی از دانمارک اگه اشتباه نکنم گفتن میخوایم مصاحبه کنیم و اینها، خیلی ها بعدش برای من نوشتن آقا آفرین بر شما که نه دروغ میگی نه کلک میزنی، میگی آقا این ماشین هست، منم رانندش، از شما حقوق نمیخوام، قسط ماشین نمیخوام، ولی بی انصافا پول بنزین رو بدید. حالا بعضی ها میگن آقا این پناهجویان خب پول بنزین هم ندارن. نه آقا، بذارید من حقیقت رو بهتون بگم. هر کشوری مثلا کشورهای اروپایی اگه پناهجو باشی یه حقوق بخور نمیری بهت میدن. والا بلا خود من 32 سال پیش حاضر بودم $100 $200 بدم به یه کسی یه عکسی بگیره ما رو یه جایی نشون بدن کارمون زودتر را بیفته. دروغ نگیم به خودمون، دروغ نگیم به خودمون. حالا من طرف میگم آقا ندارم، میگم اوکی چند داری، هر چی داری، $50 $60 بده، ولی میخوام یه چیزی یاد بگیرن این دوستان. توی ایران مفتخوری کردیم که به این روز افتادیم، از پدر و مادرمون مفت خواستیم، از دولت مفت خواستیم، از مدیر مدرسه مفت خواستیم، از شهر، از سفور کوچمون مفت خواستیم برامون کار کنه، خیابونمون کثیف بود، مدرسه‌مون کثیف بود، نمیدونم دولتمون دزدید و برد و خورد برای که ما مفتخور بودیم. بیاین این رو تغییر بدیم. مگه ما نمیخوایم از اون چیزا فرار نکردیم بیاین بریم یه جایی پناه تنده بشیم به اونا. به اونا میگیم آقا اینجا اینقدر بده که من قید پدرم، قید مادرم، قید همسایه‌هام، قید درخت نمیدونم
کجا بود؟ درخت افرا بود دیگه، لب آب زیر درخت افرا. قید اون رو زدم، قید نمیدونم هر چیزی زدم، میخوام بیام به شما پناهنده بشم، چون شما انقدر خوبید من میخوام از شما یاد بگیرم. خب شروع کنیم، شروع کنیم نشون بدیم. یا اینکه بریم سراغ اونایی که دروغتون میگن. میگم این آقای صبری حسن‌پور الان اسیر دست ملاها و آخونداست و آدم نباید به کسی که اسیر چیز کنه. ولی خودش اولایی که اومده بود میخواست برنامه بگیره، میگه آقا زیاد ندارم من فلان اینا، بعدن یه دفعه میدیدم به طرف میگه مثلا 600 یورو بده تا باهات مصاحبه کنه. حالا ما که قشنگ نوشتیم 100 یورو 100 دلار، طرف میگه آقا این یعنی چی بقالی درست کردی؟ و من اتفاقا برنامه آقای نادری نژاد هم امروز اومد براتون بعد از برنامه خودم پخش میکنم. یه دفعه میخوام توی برنامه زنده با آقای نادری نژاد یا از طریق اسکایپ یا از طریق تلفن صحبت کنم، ببینم ایشون که مثلا ایراد میگیره از تلویزیون پارس یا از تلویزیون شهرام و همایون یا از تلویزیون ستار دلدار، خب ایراد نگرفت، خب بسته شد. تازه ستار دلدار هم پول از مردم میخواست. شما ایده و اون چیز برای تلویزیون ایرانی چیه؟ یه تلویزیون ایرانی تو آمریکا بخواد مستقل باشه، آقای نادری نژاد فکر میکنی چگونه امکان داره؟ بیار آقا این کاغذ برمیداریم، من امروز صبح داشتم یه چیزی آگهی میکردم، نوشتم 118 تا داریم، نمیدونم اینقدر داشتم مینوشتم. یه دفتر و یه کاغذ برمیداری، شما مینویسی من میخوام تلویزیون من رو باز کنم، من تیوی، مای تیوی هم نمیگیم، میگی من تیوی. اوکی. چی کار میکنی؟ میگه آقا اول یه اتاقی احتیاج دارم، یه چیزی احتیاج دارم، نمیدونم که خانمم سر صدا نکنه، بچه‌ها هی نیان فلان بشن اینها، پس این اتاقت رو توی خونت جدا میکنی، شما باید بابت این اتاق به خودت پول بدی. دیگه الان این اتاق کار سربی، اتاق شیک و قشنگی که اون وقتا صبح تا صبح اسپری میزد روی این که عکس خودش رو تو آینه میدید، توی روی میز چوبی میدید، نیست، شده پر آشغال، هر جاش دست میزنی یه چیزیه، یه گیره ای مال یک میکروفونیه، یه نمیدونم چیزی. پس شما اولین کاری که میکنی یه قسمت از خونت رو باید بدی، یا بری بیرون یه جای اجاره کنی، اجاره میکنی مای 300 دلار، مای 600 دلار، مای 1000 دلار، چند مهمونا کجا بیان؟ مهمون که میاد پول بده یا نده؟ اگه پول بده که دیگه مهمون نیست، اونم شده مستاجر شما، اونم شده قسمتی از صاحب خونه. یه روزی با آقای نادری نژاد صحبت کن. شما هم اگر در این باره نظری دارید زنگ بزنید، پیام بذارید و صحبت کنید. همین امروز من یک نامه ای از آقای محمد شریفی از زندان به دستم رسید. دوستان میبینید نامه‌هایی که از زندان میاد خیلی قشنگ، به اصطلاح بذارید من این آدرس و اینا رو اینجا چیز کنم. بله، ببینید مینیست محمد شریفی قشنگ تختش فلان، شماره فلان، آدرس فلان، این بالا گوشه اینجا اینجا، بله، نوشته محمد شریفی AISZ مثل زیبرا 709 بد، شماره تخت خوابش مثل ارتش دیگه، P27 هولمن کورکشن فسیلیتی، پی او باکس 3700 آتمور آلاباما 36503. و ایشون نوشته که important legal، نوشته که این خیلی چیزای مهم قانونی داخلش هست. خب حالا ما باز میکنیم برای شما میخونیم. سپتامبر 5 یعنی یک هفته پیش، البته بعضی وقتا میدونی طرف نامه‌ای که شروع میکنه اون بالا تاریخ میذاره، دو سه روز طول میکشه تا تمومش کنه، بعدم تو زندان حالا تا پست کنه و اینا باید تمام نامه رو بخونن. یه وقت یه کسی آدرس نداده باشه به یکی، برو آقا خونه فلانی، فلانی رو بزن بکش، گاو صندوقش، شماره گاو صندوقش هم اینه و اینه، و این کارا رو میکنن ها، اینایی که داخل زندان هستن. نوشته که دی ژورنالیست سوربی، سوربی عزیز نمیدونم خبرنگار، How honored I am to have you مردم تیوی in my life، یه مقداری تعریف کردن اینها.
Thank you مردم تیوی. آها چون یه چند نفر بودن که تماس گرفتن، یه خانمی بود، یه آقای بود، یه دوستی حتی 200 دلار فرستاد و ما با ایشون هماهنگ کردیم. گفتم آقا اینجوری بهتره که به جایی که من پول بفرستم برای بابا، دوستان مستقیما برای شما بفرستن. آخر سالم من نمیخوام حساب کتاب پس بدم، با آیارس بگم بابا درسته این پوله اومده، ولی این پوله رو ما دادیم به این، هی مشکل میشه. ایشون هم قبول کرد و نوشته که آها حالا اینو من بذارم چون الان اومده براتون اینجا. دو تا پیام مادر ایشون از ایران گذاشته که من واقعا نمیخوام بالا بگم، شاید مریضی من به خاطر ایشونه، ولی اونم کمکه. چون شما اگر مریض باشی از در که میای یه پیام بشنوی که مثلا خانم فراز زاره قبول شده، خب خوشحال میشی، اصلا حالت فرق میکنه. ولی بیای ببینی یه نفر دیگه افتاده زندان، اینها نگران میشی، حالت گرفته میشه. بذارید من ببینم این. بله از 21:14 AM این اولین پیامشونه. گوش کنید دوستان، بذارید من اینم بذارم اینجا برای دوستان فیسبوکی هم. ببینید دوستان اینم بلندگو رو بیارم اینجا که صدای مادر و شریفی، محمد شریفی رو بشنوید. من یادمه نمیدونم یه بار اینجا بوده مادرش بهش زنگ زدم یا تو ایران بوده، در هر صورت بشنوید این صدا رو. و اگر آقای شریفی، اگر شما این دو نفر رو کشته باشی، اونا که مردن رفتن، ببین چه به سر پدر مادرت آوردی. و اگر اونها رو نکشته باشی و بیگناه باشید، دوستان ببینید این دادگاه ها که بعضی وقتا بیگناه ها رو در زندان میندازن، چه به سر فامیل اون افراد میارن. مهمتر از همه خودشه که تو زندانه، ولی ببینید خونواده ها رو اصلا از هم منفجر چی میگن متلاشی میکنن. بشنوید. قربونت برم آی ساروی، قربونت برم تو رو خدا. من از ایران زنگ میزنم، میخوام فارسیت بزنم. آی ساروی دورت بگردم. آی ساروی دستم به دامنه. آی ساروی جونم به قربونه. آی ساروی فداد بشم روی. جوابمو بده، جوابمو بده، جوابمو بده. از بچم میخوام سوال کنم. از بچم شریفی مقدم دورت بگردم. آی ساروی جوابمو بده. چه کنیم ما دوستان؟ یه امکانات کمی اینجا داریم، از این امکانات سعی میکنیم حد اکثر استفاده رو بکنیم. به اونی که پناهجوی توی کشور غریب، به اونی که زندانی توی آمریکا، توی کشورهای دیگه، برید ببینید ویدیوی ما رو، ببینید چند تا زندانی من مصاحبه کردم. طرف تو هواپیما یا آبادانی بود، از تو هواپیما آوردنش بیرون. اون خانمی بود که الان اسمش هم یادم رفته، توی سوئد زندانی بود، چند تاشون توی زندان سوئد بودن، یکی یکی آزاد شدن، یکی یکی پناهندگیشون گرفتن، ماشاءالله یکی یکیشون هم رفتن دنبال کار زندگیشون، به کس دیگه ای کمک نکردن. ما اینو میگیم اونم میگیم. اینم پیام دوم مادر محمد شریفی مقدم. من از ایران زنگ میزنم به خاطر پسرم شریفی مقدم. خواهش میکنم به دادم برس، بچه‌م جواب نمیده، میخوام ببینم در چه وضعیه. خواهش میکنم، تمنا میکنم دورت بگردم. خدا نگهدارت مادر جون، جون عزیز به دادم برس. خدا نگهدارت باشه. من طرفدار قربونت برم الهی، دورت بگردم، تو رو خدا به دادم برس. خدا نگهدارت باشه. بنده خدا دیگه نمیدونه چی بگه. خب اون که نمیتونه مستقیم به زندان زنگ بزنه، از زندانم تلفن بین المللی که نمیتونه انجام بده. باباشم که اونجا هست، اونم لابد پیرمردیه و این امکانات نداره که حالا آقای محمد شریفی زنگ بزنه به پدرش. پدرش تو اون شهره داره زندگی میکنه. پدرش با یه تلفن دیگه زنگ بزنه به مادرش که بلکه این مادره بتونه با این صحبت. خب یکی از شماها اگر وقت دارید بگید
نامه بنویسید برای این که این کارو انجام بده که با شما تماس بگیره، شما تلفن بزنید به مادرش بگید ها محمد شریفی بیچاره کلی هم باید پول بده تا از زندان زنگ بزنه. این اینایی که تو زندان هستن یه طرف و دو طرف و صد طرف بهشون اجحاف نمیشه. تلفنی که من و شما زنگ میزنیم از اینجا به ایران دقیقه 10 ثانیه یا 3 ثانیه یا یه راههایی پیدا کردیم مجانیه، اینا به آمریکا میخوان زنگ بزنن دقیقه چند دلار ازشون میگیرن، چاره ای ندارن، در بندن، میخواد زنگ بزنه کارش انجام بده، با وکیلش صحبت کنه. در هر صورت من واقعا نمیدونم چه کار کنم و دیگه بیشتر از اینم کشش ندارم. بذارید ببینم که پیام عزیز چی فرستاده. پیام برامون ماره ویدیوی کلیپ. You already know this, speaker how. بله. بله 1:10 اجازه بدین اسکیپ اد. آها این که 1 ساعت خورده ای، این خودش میشه یه فیلمی. خب پیام یا دوستانتون یه ویدیویی که جالبه یه پولی بدید، 10 دلار، 20 دلار، 30 دلار، تا اقلا وقتی که ما میذاریم این ویدیو رو، دیگه خودت استاد این کاری، ما این ویدیو رو باید از یوتیوب دانلود کنیم، الان هم خیلی این روزا فست شده، بعد فرمت شالی عوض کنیم به WM که با سیستم ما بخونه بذاریم. حالا 1 ساعت و 4 دقیقه، خب من چی نشون بدم؟ بعدی های کلینتون رو میخواد بگه، حال اینو یک کسی حمایت کنه، منم انجام بدم بذاریم اونجا، اونی که میخواد بره رن. مادرم 2-3 روز پیش به من زنگ زد گفت که این دوستی که دارم توی این آپارتمانی که زندگی میکنه، اینا 5-6 تا ایرانی بودن، الان 2 تا موندن، یکی مادر منه، یکی یه خانم بهایی، خیلی هم خانم خوبی، و گفت این خانم گفته که بیا این پایین دارن اسم می‌نویسن، بریم اسم بنویسیم برای رأی دادن. گفتم شما لازم نیست اسم بنویسی، شما روزی که من بردم به اینجا کارت شناسایی برات گرفتم، همین چند ماه پیش دوباره رفتیم تجدید کردیم، اون موقع من برای شما کارت رأی دادنم گرفتم، یه دونه کاغذ انقدیه، با این میتونید رأی بدید. ولی مادر عزیز شما میخوای به کی رأی بدید؟ گفت این دوستم گفته به خانم کلینتون. گفتم بهش بگو شما خبر داری خانم کلینتون یکی از برنامه‌هاش اینه که به ایران حمله کنه؟ شما خبر داری که خانم کلینتون اول حمله میکنه بعدن میگه من اشتباه کردم، بعدم که اشتباه میکنه حمله به عراق، بعد باز اشتباه میکنه حمله به لیبی؟ بعد گفت خب پس چیکار کنم؟ گفتم بشین تو خونه به هیچ کدومشون رأی نده، اقلا سهیم نیستی. خدا بیامرزه این جورج کالین گفت اینایی که رأی میدن بعدم اینجوری میکنن میگن شما که رأی ندادید ایراد نگیرید. گفت بهشون باید بگی احمقا، من که رأی ندادم حق دارم ایراد بگیرم، چون شماها گول اینا رو خوردید، امروز دیگه باید ساکت بشید، ولی من که گولشون رو نخوردم، امروز که اینا اومدن سر کار حالا یقشون رو میگیرم. باز میگم تو گفتی تکس نمیگیرم آقای جورج بوش پدر، گرفتی. آقای کلینتون تو گفتی اینجوری میکنم، نکردی. خانم نمیدونم فلان تو گفتی. برید ببینید این ویدیوهای جورج کالین، کمدین آمریکاییه، مرد 70 خورده سالش بود، چند سال پیش فوت شد. ببینید چی میگه از درباره خدا، درباره انتخابات. درصد ممنونم پیام عزیز و گرامی، مرسی. خب و اما ببینم این چی میگه. اوکی بله آره. من به این بگم دوستان عزیز ببخشید، یه نفر قراره برای ما یه چیزی دلیوری کنه، بعد بهش گفتم که الان نمیتونم تا 4، فردا صبح میتونه بیاد. خب آره درباره این پول گرفتن تلویزیون مردم و اینها، یه دوستی که خیلی خوشبیان هست و اینها زنگ زد، اول پرسی کرد بعد از مدت‌ها، گفت آی سوربی من از سیستم کار شما خیلی خوشم میاد. گفتم چرا؟ گفت منو یاد یک نوشته قدیمی میندازه که در این حال که خیلی حقیقت داشت
خیلی هم خنده آور بود، بعضی هم به یه چیز بد برش میداشتن. گفتم چیه؟ گفت که یه عکاسی نوشته بود که هر که پولی داد عکسی انداختی، از شما دادن از ما انداختن. این حقیقت دیگه. و یه چیز دیگه هم برام تعریف کرد، داشت در رابطه با دوستان گله میکرد، بعد بهش گفتم والا منم همین مشکل رو دارم، بعضی وقتا نمیدونم با این دوستان چه کار کنم. مثلا یکی میاد 4 ماه وای میسه سر موقع پولش رو میده و اینها، خب ماه پنجم نیستش، میگه من مثلا میخوام برم مسافرت، یه اشکالی پیش اومده، بیمارستانه، اگه من همون موقع قطعش کنم که خب این درست نیست. اگرم قطعش نکنیم وقتی میاد، حالا پول که نداده هیچی دیگه هم نمیخواد پول بده. گواره میدونم، گواره بذار یه چیز دیگه بگم. خیلی خوش سخن این دوستان. گفت که یه پدری بود 3 تا فرزند داشت، یه روز تو خیابون داشت میرفت، یکی از دوستان قدیمیش دیدش، گفت چطوره آقا؟ گفت خوبم الحمدلله اینا. گفت همه چی خوبه؟ گفت والله حالا که میپرسی و شما دوست قدیمی هستی، من برات یکم درد دل کنم. من 3 تا فرزند دارم، 3 تاشون هم پسرن، یکیش هر چی میگه درست میگه، دروغ نمیگه، و من خیالم راحته، میدونم که این درست میگه و درست کاره. یکیش هست دروغ میگه و من با اینم خیالم راحته. گفت چطور؟ گفت میدونم این هر چی میگه برعکسش کنم ماجرای حقیقی اونه، ولی یکیش هست من نمیفهمم این کی دروغ میگه کی درست میگه. ما ایرانی ها اینجوری هستیم. همون نوشته آقای آریانپور حکایت از همین میکنه، یه چیزی رو میایم درست میگیم بعد فوری دروغ غالب میکنیم، اون وقت شما گیج میشی. باز برگردیم به ماندانا خانم. ماندانا خانم، من پیام دوم شما رو گرفتم و نمیدونم پخش کنم یا نکنم در رابطه با آقای دکتر گنجی. آقای دکتر گنجی یه کمی که چه عرض کنم، خیلی نون رو به نرخ روز میخوره، چون این روزا دیده دلام دلام صدای مخالفت با رضا پهلوی بلند شده، کتاب می‌نویسن، ویدیو می‌سازن، اینها ایشون هم نشسته لب این آب برای خودش یه شعری می‌خونه. خیلی شما رو اینها حساب نکن، بذارید براتون یه چیزی بگم. الانی که آقای جیسون رضا جورجانی میاد میشینه با امید نادان راجب نمیدونم این که رضا پهلوی تو این برنامه عربا گفته خلیج فارس یا نگفته صحبت میکنه، آمریکا داره آموزش میده افرادی رو، چه از کردا، چه از مجاهدا، چه از کسای دیگه، برای تجزیه ایران. اگر دلتون برای ایران میتپه شعار نیست، برید یه فکری بکنید. ضمناً اون روز من یه چیزی گفتم، بعد برنامه یه دوستی من زنگ زد، گفت آقا من تعجب میکنم که شما نتونستی جواب همشهری خودت رو بدی. گفتیم کی چی کجا به کجا نقل کجا؟ گفت آقای مهداد همشهری مجاهد شما به شما گفته اگر مجاهدین هیچی نیستن، اگر اینها نمیدونم رهبرشون مرده، چرا آخوندا از اینا میترسن و چرا اینقدر بالا و پایین میپرن؟ شما بهش بگو که بابا پشه مگس هم چیزی نیست، ولی اگه شما رو بندازن توی اتاقی یه دونه پشه یا یه دونه مگس بندازن، خب ناراحت میشه، مجبوری حرکت کنی. در اصل نمیدونم، میگن در مثل مناقشه نیست، نه حالا آخوندا اون آدم هم، نه مجاهدین این پشه هستن. ولی دوستان شما به من نشون بدید یک جنبشی که رهبرش 13 سال قایم شده باشه، حالا مرحوم شدنش پیشکشتون احترام گذاشته، اون آقای حاجی عرب که چی بود، ترکی الفیصل احترام گذاشته به ایشون، گفته مرحوم، از این بعد ما به شما مجاهدین احترام میذاریم، میگیم مرحوم مجاهدین، مرحوم رجوی، مرحوم مریم. نمیخونه، نکنید این کارو، خراب میکنید. نشون بدید یه حرکتی، یه جنبشی در دنیا 13 سال 10 سال رهبرش غائب باشه. حتما میخوام بگی شیعه ها چی بگم بهت. I don't have any experience with broadcasting encoder. What are you using? آهان، این سوالی بود که هفته پیش سوال کردم، ما بالاخره فکر کنم فهمیدیم مشکل چیه. همین ورایزن
که آمده یه باکسی داره به نام OTN، اینو گذاشته بود اون طرف، به اصطلاح من این طرفم، من این طرف آب، من این ور آب، اون ور آب. و من فکر میکنم چون اون دستگاه به بکاپ بدری وصل نبود و در یکی دو هفته گذشته ما در آمریکا استورم داشتیم، تندر استورم، طوفان، برق گاهی وقتی چنان با سرعت قطع میشه که دستگاه های حساس فقط میفهمن. از سه روز پیش جمعه که این دستگاه رو آوردن گذاشتن اینجا و وصل شده به بکاپ ما، بدری بکاپ ما، درسته. ولی تا جواب شما رو داده باشم، انکودر ما هست ویدیو، ببخشید ویندوز میدیا انکودر شماره 9 و مال سال 2003 هست. بعد از این ما 2 تا 3 تا ویدیو انکودر دیگه هم گرفتیم، یکی فلش انکودر هست، یکی ویندوز اکسپرشن انکودر 4-2، همه اینا رو هم داریم. ولی اون 2003 نه که ما تنبلیم، باهاش عادت کردیم، کار کردن برامون آسون شده، فکر میکنیم این بهترینه، خداییش هم بهترینه. نمیدونم این جدیدا رو دیدی یا نه، این وقتی میبندیش یه بار سیوش میکنی دیگه همون استفاده میکنی، ولی اونا رو هر بار باید بهشون بگی این، خلاصه نمیدونم. در صورت ممنونم که همون جوری که گفتم ما هر وقت اشکالی داشتیم، مشکلی داشتیم، پیام اویلیبل بوده، کمکمون کرده، خیلی چیزا یاد من داده. من اون HTML که یادم دادی و من رو از شر اون چی میگم پسر دروغگو نجات دادی، ممنونتم. من بلد نبودم، شما یادم دادی اون FTP رو بزن، اینفورمیشن ها رو بگیر و نمیدونم فلان اینا رو، من از شما یاد گرفتم. و باور کن، باور کن به جان بچه هم، هر وقت میرم تو این صفحه اون کار رو انجام بدم یاد شماست. من هر کسی یه چیزی یادم داده، هر وقت میخوام یه کار انجام بدم یادم، هر وقت ماشین دنده‌ای میرونم یاد پدرم میفتم، میگفت که شما چه جوری باید دنده عوض کنی که این مسافر اگه بغل دستت نشسته آب اینجوری نریزه روش، همچین باید کلاچ رو یواش ول کنی، یا و الا هر دفعه که تو چه میکنی طرف نصف آب بریزه رو گردنش، هر وقت هم حرکت میکنی ببخشید استفراغ کنه پشت، این که نشد راننده. و من الان تو آمریکا همه ماشینا اتوماتیک، تا میرم یه ماشین دنده‌ای یه جا میبینم به سر من یه ماشین داره 30 خورده سال، همسن خودشه، یاد بابام میفته. دستان ممنونم از شما، ممنونم از کسایی که چیزی که بلدن یاد دیگران میدن، بخیل نیستن. شروع کنید از امروز یاد دادن، ببینید که یاد دادن چقدر لذت داره. این هم از درباره مریضی براتون بگم. ما دیروز یه جایی بودیم، خب این دوستان بعضی ها میان کارهای ویدیویی، اون یکی عکاس، اون یکی اینها. خب ما مثلا یه جا که کار میکنیم بعد یه 15 دقیقه 10 دقیقه بره که سیگاریات شروع میکنن مثل دودکش سیگار میکشن، ماها که اهل آبجوی مشروبی چیزی هستیم محیط رو نگاه میکنیم ببینیم اجازه داریم یا نه، خلاصه دستشویی میریم یا آبجوی میخوریم، اگه اجازه نداشته باشیم مشروب بخوریم یا آبجو نان الکلیک میخوریم. دوستان اگه آبجو خور هستید آبجو نان الکلیک بخورید، باور کنید همون مزه رو میده و یه جورایی هم شنگول میشید. من یادمه توی بندرعباس توی زمان همین جمهوری اسلامی من یه دفعه گرم بود رفتم بیرون، 2 تا آبجو ماوشعی بود چی خوردم، والا مست کرده بودم، حالا یا طرف اشتباهی از آبجوهای اصلیش به من داده بود یا هرچی. در هر صورت وایستودیم داشت صحبت میکردم اینا، گفتم نه میخوام یه 2 روز آبجو نخورم، شاید این یه چیزی باشه در رابطه با سرماخوردگی و میگن آبجو بده برای سرماخوردگی، کنیاک خوبه و اینا. یه دوستمون که یه کمی هم به خیال خودش خیلی خوشمزه است، فکر کنم شبا تو آب نمک میخوابه، صبح با نمک بودار میشه، گفت که خب طور اینجوریه اونجوریه هر چیزی این میگو، من میگفتم بله همینه، میگو یه دفعه گرمت میشه، یه دفعه سردت میشه، یه دفعه بدنت درد میگیره، یه دفعه اینجوری اینا، گفت حالا فهمیدم داری یائسه میشی. خب بدونید که یائس شدن توی خانوما هست، حالا ماها که ایرانی هستیم خیلی اون خبر نداریم که توی مردا هم هست، یه چیز طبیعیه. ولی این آقا خبر نداشت که بابا من که بیدی نیستم که به این بادا بلرزم، من با 100 تا از تو بی‌تربیت‌تر گنده‌ترش سر کله زدم و هنوزم شاخ شمشاد ماشاءالله وایسادم. گفتم چقدر خوشحالم که من با شما صحبت کردم.
شما حتما یائسه شدی، این مراحل و این پروسه رو دور سر پشت سر گذاشتی، حالا میتونی به من کمک کنی. بهتون گفتم یه بار یه دوستی کباب بازار بودیم، به سر منم اومد سلام علیک کرد و اینا، بعد گفت این پسر توه؟ گفتم آقا اصلا عین خودته. بعد ببخشید یکم که گذشت گفت که آره عین خودت زشته. گفتم خب والا ما چیکار کنیم، ما فقیر بیچارا همه کارمون رو خودمون انجام میدیم، ولی شماها که باباتون نمیدونم حالا چی بگم بابا فئوداله، یه دم میبینید بعد داداش نقل شکل کارگری که مثلا آب میداده جوبه و فلان اینا، از اون برم میمده چیزای دیگر رو آب میداده، نمیدونم اون یکی که بچه فلانه مثلا میبینی داداش شبیه گماشته است، شبیه راننده است. آخه نکنید، نگید، نذارید دهن افرادی مثل من باز بشه. آره ما فقیر بیچارا، من شکل بابام هم، من و دو تا داداشم از دور را می اومدیم، بهترین دوست من بهروز قاسم زاده از دور تشخیص نمیداد کدوممون منم، اون یکی بزرگتره، اون یکی بزرگتره. حالا شما میای میخواد خود شیرینی کنی، 5 نفر نشستیم داریم چای میخوریم، خوراک میخوریم، کباب بازار، میگی آره پسرت هم مثل خودت زشته، نمیدونم دماغش گنده است. خب دماغ گنده میگن مغز گنده است، مغز اینقدر گنده است که دماغ فشار میاره، دماغ بزرگ میشه. بعد من بهت میگم آره دیگه فقیر بیچارا همه کاراشونو مجبورن خودشون انجام بدن، کسی رو ندارن توی خونهشون کار کنه، حقوق بگیره، کم بهش حقوق داده باشه کارهای دیگه بکنه جای حقوق. چی بگم بهتون آخه؟ در صورت هر کی پولی داد عکسی انداختیم، از شما دادن از ما انداختن. اینم از این ماجرا. بریم سراغ نوشته ها. و امروز بعد از برنامه خودم ویدیوی آقای محسن نادری نژاد رو براتون پخش میکنم. آقای محسن نادری نژاد هم توی یوتیوب خود ما که میرید ماشاءالله سیبیلاش معلومه، از اونجا میتونید برنامه هاش رو ببینید. بذارید ببینم که بله براتون نشون میدم اینجا. یه کمی کند هستم باورتون میشه؟ و آها جدیدن اگه نگاه کنید دو سه هفته بود هیلری کلینتون دیگه صحبت که میکرد داد و فریاد نمیزد، خیلی یواش صحبت میکرد. میگن یکی دیگه از چیزایی که بهش گفتن اگه خیلی داد بیداد کنی قش میکنی و اینها همینه که طرف باید یواش صحبت کنه. حالا من میخوام بهتون بگم همین که من الان یکم مریض شدم، اصلا آدم حواسش پریشون میشه، نمیدونه کجا بوده. وقتا میگفت نقطه سرخط، نقطه رو میذاری دیگه نمیتونی سرخط رو پیدا کنی، دوباره برمیگردی اون اول، بعض وقتا نمیتونی سرخط رو پیدا کنی. خب اطلاعات تکمیلی لغو پناهندگی 35 نفر ایرانی در هلند رو براتون میخونم، ولی از اینجا شروع میکنیم به ترتیب. نامه آقای آریان پور رو خوندم، از ایشون تشکر کردم، امیدوارم حالم خوب بشه. جمعه ساعت 2 بعد از ظهر با آقای آریان پور همینجا، ایشون مثل شاخ شمشاد می نشینه، منم ازشون سوال میکنم توضیح بدن برای ما این آمریکا با این همه تکنولوژی هنوز نمیدونه جایی که هست توی این آبها، این آب بین المللی است یا مرز ایرانه، هنوز نمیدونه توی هوا هواپیمایی رو که میزنه این هواپیمای مسافربری است، 290 نمیدونم چند نفر آدم بیچاره دارن میرن دبی و بحرین و اینور کار کنن زحمت بکشن، یا هواپیمای جنگیه میخواد بهش حمله کنه. خب دروغ میگن دیگه، اینا رو از ایشون میپرسیم. و اما Human Right، من نمیدونم بعضی از این دوستان به اسم مثلا آقای منصور استانلو نوشته یا به طرف نمیفهمم دو کلمه. ایشون نوشته با مهر مهین ارجمند، ممنونم، خیلی ممنون. آخه اسمتون اون بالا نبود، نوشته با درود کتاب را خدمتتان میفرستم، چند صفحه ای را گفتید میبینید و جواب میدهید، امیدوارم قبول کنید، صفحه های آخری را هنوز نفرستادم. کتاب من امروز یه چند صفحه اولش خوندم، خیلی جالبه و به نظر من این از اون کتابایی است که باید با صدای خودتون کتاب گویا بشه تا بتونه گویای اون
حالات و اون احساسات خودتون باشه. شما دیدین این نامه آقای آریانپور رو که من خوندم، اگر ایشون خودشون این نامه رو بخونن و به اصطلاح روی پیامگیر ما پیام بذارن، وقتی من اینو پخش میکنم شما اون وقت میفهمی من چی میگم. یه دوستی داریم الان چند هفته هم ازشون خبر ندارم، امیدوارم که ایشون هم یکم مریض شده، امیدوارم ایشون هم حالش خوب شده باشه و از این سرماهای تابستونی نگرفته باشه. در هر صورت با مهر مهین ارجمند من گرفتم نام کتاب شما رو و چند صفحش هم خوندم، ممنونم. این دوستمونم پتیک عزیز نوشته کاگو جون صبح بخیر، آیا جیسون رضا جورجانی را میشناسید؟ اگر بله هر موقع توانستید اطلاعاتی برای ارسال دارید. من برنامه از او که توسط دوست دیگری ارسال شده بود دیدم، جالب بود. آگاهیش در مورد ایران و فارسی صحبت کردنش با توجه به اینکه متولد اینجاست و آن عرق ملیش در خور تحسین، حال چرا تا کنون نام خانوادگی خود را به گرگانی تبدیل نکرده برای من قابل سوال است. من در اینترنت هیچ گونه ردیابی نتوانستم پیدا کنم. خب نگران نباش، وقتی هم من رفتم تو اینترنت پیدا کنم صفحه فیسبوک به نام ایشون عکس آقای شاهین نژاد، اون وقت اینها میخوان. حالا یه چیزی هم من به شما نصیحت میکنم، خیلی احساساتی نباشید. شما ببین میخوای من دو هفته مثل این دوستان درود ورود و رستم سهراب و بله من جانم فدای ایران بکنم، همه تون بگین آقا عجب عرق ملی داره. آقا اینا بی خوده، اینا شعاره. میگه ز صحبت کم کن و بر مبلغ افزار، یا میگن ز عمل کار برآید، بعضی هم میگن به عمل کار برآید. ز سخنرانی نیست یا به سخنرانی نیست، این زوبه رو هر جوری دلتون میخواد بذارید. اینا سخنران میکنن، سخنران هستن، از این جلسه به اون جلسه به اون جلسه. شما ببینید با هم چی میگن، جلو هم بلند میشن ولی حرف حساب ندارن. آقا رضا پهلوی شما دوتا حالا تازه فهمیدید که این بی بخاره، حالا چی؟ برید دنبال کارتون، یه سازمان را بندازید، سازمان جوانان عرق مملکت دار میخواییم فلان کنید. آقا تا زمانی که همه تون بشینید تو خارج و بشینید جلو تلویزیون و آقای امید دانا نگاه کن اول برنامه چطور بود، الان دیگه میکروفون داره، دوربین داره، آیفون داره، وایرلس داره، فلان داره. و این پناهجوه، اون وقت این خانمش برید نگاه کنید عکسایی که از فرودگاه اومدن، ببینید چجور انگار اسباب کشی کرده بود از ایران اومده بود. دروغ میگن عزیز من، اینا دروغ میگن، اینا تو دروغ گفتن مهارت پیدا کردن، همین به نظر من. و اما اطلاعات تکمیلی لغو پناهندگی 35 ایرانی در هلند، میدونید که از موقعی که این ماجرای چیز پیش اومده به اصطلاح تروریست و اینها، یک سازمانهایی تو هر دولتی یا تأسیس شده یا اگر داشتن بزرگش کردن که برسه به این ماجراهایی که what is going on internet، یعنی توی دنیای مجازی چی میگذره. وقتی اینا میان تو دنیای مجازی میگن آقا این سوربی از این ور گفت من پول ندارم، ملت الان هم 12 ماهه، اگه میخواین حمایت کنید، اگه میخواین چیه حمایت کنید جون عمهاتون. بعد از اون ور یه دفعه عکس میندازه آقا رفته مثلا شب یه رقاص عربی داره 100 دلاری میریزه سرش. خب این نمیخونه. آقای ضیا مصطفی زاده کجایی؟ مینویسه برای من به قول خودت سوربی این نمیخونه. میان یقتو میگیرن میگن سوربی تو چجوری میای ما 300 دلار فود استمپ میگیریم از شازده چی محوی نمیدونم فلان، ولی این کارو میکنی. این دوستانم که پناهنده شدن، یادتون باشه با پناهجو فرق میکنه، اینا دولت گفته آقا اون چیزایی که شما گفتید ما قبول کردیم، این فرم اسایلم قبول کردیم، این پناهندگی، شما حالا رفیوج هستی، به ما پناهنده شدید. به گزارش وبلاگ پناهندگی، اداره مهاجرت کشور هلند میگوید در اقدامی مشترک به همراه اداره فناوری های دیجیتالی پلیس
پلیس این کشور اقامت گروهی از پناهندگان خاورمیانه‌ای را به دلیل آنچه تناقض در درخواست پناهندگی و اطلاعات سایبری دانسته است لغو کرده است. میگن آقای صبری حسن پور را از هلند، از رفت ترکیه، از ترکیه گرفتن انداختن تو کیف و تو گونی بردنش ایران، ولی به روایتی میگن ایشون رفته ایران ملاقات نمیدونم خانوادش. آقای صبری حسن پور اگر توی دادگاه هلند به اینا گفته باشه من زندگیم در خطر بوده، زندگیمو برداشتم پا به فرار گذاشتم، حالا وقتی تازه ایران ولش کنه بیاد اینجا، اینا هم یقش میگیرن، میگن بیا ببینم آقا این ویزای وایس بغل تو بده ببینم، تو که گفتی من نمیدونم اینجوری هم اونجوری هم. البته شاید هم به نفع شده باشه چون گرفتنش تو ایران، حالا به اینا میگه دیدی بهتون گفتم منو میگیرن، ولی اگه سوربی بره هیچ کارش ندارم. خب درخواست پناهندگی اطلاعات ثابته دارن لغو کرده است. 35 نفر از این پناهندگان اصالتشان ایرانی است و در خلال سالهای 2010 تا 2014 به هلند وارد شدند. اداره مهاجرت هلند میگوید تحقیقات خود در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام را پس از افزایش خطرات احتمالی مربوط به حمله‌های تروریستی گروه‌های افراطی و پناهندگان مسلمان وابسته به داعش آغاز کرده و در خلال آن به مجموعه از اطلاعات در خصوص گروهی چند صد نفری از پناهندگان ساکن در این کشور دست یافته است که نشان می‌دهد این افراد در اخذ پناهندگی از دولت‌های اروپایی ریاکاری کرده و اطلاعات دروغ از نگرانی درباره وضعیت خود در کشور مبدأشان ارائه کرده اند. حالا اینو شما داشته باشید، با همه اینها من فکر می‌کنم این پلیسا و این اداره تجسس دیجیتالیشون و اینها هم آقا حالا گیرم این دروغ گفته، این بدبخت میخواسته از آزادی هلند استفاده کنه، حالا که آزاد شده تو خیابونای چمن و همش دوچرخه و خیلی هم خوشگل اونجا آب و اینا، حالا هوس کرده آقا این ماشینا که رد میشن یه خورده خاک و یکی هم بیا بوق بزنه و فوشش بده بلند شده رفته ایران، یا تو چیش نوشته یاد ایران بخیر. آقا اینو ولش کن، برو دنبال اونی که مینیسه من فردا میخوام فلان جا رو منفجر کنم. هر کدوم از اینایی که یه جایی رو منفجر کردن توی فیسبوکشون یه چیزی رو گفته بودن که اگر این پلیس های دیجیتالی باهوش بودن اونا میفهمیدن و میتونستن جلوگیری کنن از این کشت و کشتارها. و اما خبر خوب در رابطه با عربستان سعودی، آمریکایی‌ها میتونن عربستان سعودی رو سو کنن. شما باورتون میشه دوستان؟ آمریکا که شما میتونی بری پرزیدنت و بری رئیس جمهور رو سو کنی، قانون گذاشته بود هیچ کس نمیتونه عربستان سعودی رو سو کنه. خب این نشون میده که بابا یه چیزی اون زیر میز، یه چیزی something is going on. و باز باورتون میشه یه فیلمی دیشب نشون میداد که توی آمریکا توی اوکلاهوما همینجوری زلزله میاد، بعد فهمیدن بابا این زلزله ها از سال 2008 که این احمدی نژاد و ماجرای دنیا باعث شد نفت گرون بشه، اینا گفتن آقا نفت خودمون نفت میکنیم، هی سوراخ کردن، هی گاز نمیدونن فشار دادن، هی نفت اومد بالا، نفت که میاد با آب میاد، بعد نفتا رو برمیدارن آبا رو دستشون میمونه، چیکار میکنن؟ آبا رو شوت میکنن زیر زمین، شوت میکنن یعنی با فشار اینجکت میکنن، مثل سوزن، مثل آمپول میزنن. این بدبخت کره زمین گیج شده، از یه ور تو دلشو خالی میکنن همچین که این میره پایین با زور. خب ببخشید اگه یک کاری با شکم من و شما بکنن، شکممون شروع کنه قارت و قورت کردن، معده‌مون به هم می‌ریزه، معده کره زمین ریخته به هم در اوکلاهوما. برید بزنید، بزنید زلزله در اوکلاهوما ببینید چه خبر. اصلا وقتی فیلم رو نگاه می‌کردم می‌گفتم خدایا این همون آمریکاییه که ماها جونمون رو به خطر انداختیم بیایم اینجا؟ اون وقت بدبخت شهروند آمریکایی انقدر خونش زلزله اومده دیگه میگه من پول ندارم درست کنم، فقط روش پارچه میزنم که در این ترکای دیو. بعد ترم بگو خب پارچه میزنی، تخته میزنی که این ترکه اون زیره، بعد وقت میاد روش سر خودت و خانواده، میگه چیکار کنم؟ کسی دیگه هم نمیاد این خونه ها رو بخره. تازه اینا برای اون شرکت نفتی هم کار میکنن بعضی هاشون،
یعنی پولشون رو درام، یک افتضاحی در دنیا شده. واقعا من همیشه میگفتم خدا کنه این خانم ها بیان سر کار دنیا رو درست کنن. حالا یکیش هم شده خانم هیلری کلینتون که اصلا چنان ما از زنها وحشت کردیم که آقا الفرا، من بهتون گفتم برید توی مردمریپورت.com نگاه کنید، من الان بهتون نشون میدم مردمریپورت.com. یک لحظه با من باشید ببینید الان توی مردمریپورت.com آقای نادری نژاد ویدیوش رفت اون بالا، چون ویدیوش من گذاشتم روی یوتیوب تا ویدیوی خودم بخواد بیاد، ویدیوی ایشون الان اون بالا. ببینید ببخشید من اینو خاموش کنم بعد. بله ببینید اصلا دیگه این با این سیبیلشون ایشون یونیکه، یعنی منحصر به فرد. بعد ببینید بنده حدود یک سالی با این خانم هیلری کلینتون خیلی هم این ورم ور، هی از اینجا بودو برو نیویورک تو برفا، از اونجا بودو برو رالی، از رالی بودو برو نمیدونم کالیفرنیا، از کالیفرنیا بودو برو فلانجا. بعد دیدم عجب زن هزار فیس، میگن درو چی میگفتن، بذار حالا که اینجا هستیم چند تا عکس دیگه هم بهتون نشون بدم. خیلی خوشتیپ بودم اون موقع. بله اینم جورج بوش. این جورج بوش اقلا احمق، با احمق بودنش آدم میخنده جوک میگه، ولی نمیدونم والا چی بگه. بله اینم ریورن جکسون، کیه جسی جکسون فکر کنم. اینم آقای باب دور، اینقدر کوچیکه. این آقای این ببینید این آقای بلند میشه پولش میدن هواپیما و نمیدونم بلیت درجه یک و هتل درجه یک و اینها، میره برای این مجاهدین، بعدم اونجا به دروغ میگه من میدونستم شماها اینقدر خوبید، اقیانوس آرام و شنا میکردن. بهش میگن نوت گینگریچ. این آقا یک آدم پدر سوخته دروغگویی. حالا حتما شما میگه آقای سوربی شما با همه این پدر سوخته ها سر کار داشتید. نه عزیزم، من پول میگرفتم میرفتم ازشون عکس میگرفتم ویدیو میگرفتم. گفت چی؟ هر که پولی داد عکسی انداختیم، از اینها دادن از ما انداختن. همونجا من بودم دیدم ایرانیه میاد، من تو یکی از این سالونا بودم که 18000 دلار هر کسی باید میداد تا بتونه بیاد اون داخل، 18000 دلار برای یه بشقاب شام. ولی ما اونجا پولم گرفتیم. آقای جورج بوش وایساد شوخی هم کرد و گفت این دوست تو از وقتی که من بچه بودم این از ما عکس میگرفته، و ما خندیدیم. آدم کله خریه، ولی به قول خودشون میگه اینم مرد بیچاره. این روزنامه نگار معروفی بود، الان دیگه یادم رفت، اینم رئیس پلیس واشنگتن بود. توی فارغ التحصیل شدن پسرش رفتیم عکس گرفتیم. اینها با خانم هیلری کلینتون این پشت دارن آماده میشن برای خانم هیلری کلینتون. اینجا یک جایی بود پر از اسپانیش و اینها، یه شاپینگ سنتر بود. بله ببین این خانم هیلری کلینتون اینجا، بعدش هم با هم رفتیم اون بالا. باز اون خصوصی ها میان بالا، اونایی که مثلا نفری 100000 دلار دادن. این زن باب دور الیزابت دور، اینم باز دوباره جورج بوش، اینم تو همون شهره که رفتیم این شهردار اونجا بود، و اینم دوتا نمیدونم حالا اینا زنش بودن چی بودن. از ترس اینا به ما اشاره کرد گفت بیا وایسا تو عکس. ما هم رفتیم وایسادیم تو عکس. گفتن این فکر کنم میترسه این عکس ها رو نشون خانمش بده، میخواد شریک جون باشه. اینم یه هنرپیشه خوبی بود، هستش هنوز، جونیور کیوبا نمیدونم یادم رفته اسما. وای 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 وای, وای. اینقدر کوچیک شد. این آقا رو خیلی دوست دارم. این تکس مالیات ماشینا رو توی ویرجینیا کم کرد، و اینم که یه مدت ریپابلیک بود، بعد یه مدت دموکرات شد، بعد یه مدت حالا رفت دیگه ایندیپندنت شد. اینم ما تو گوش آقای جان کری حرف زدیم، قشنگ دستش گذاشت پشت گوشش، به گوش وایساد و به حرفای من گوش داد. اینم از این ماجرا. این خانمی بود که باعث شد توی فلوریدا دادگاهی که میگیرن و اینها، آقای جورج بوش اول بشه رئیس جمهور و آقای الگور بازنده بشه. اینم عکسی که آقای تقی مختار تو روزنامه ایرانیان انداخت و به شوخی نوشته بود که حالا من نمیدونم که سوربی
اینجا هم به جورج بوش گفته کارمون خیلی خرابه یا نه. اتفاقا اگر جایی باید میگفتم کارمون خیلی خرابه همینجا با جورج بوش بود. برگردیم باز به صفحه مردم report.com. اینجا دوستان شما هر ویدیویی داشته باشید میتونید بذارید. میبینید الان آقای ارشاد ویدیوی خودشو گذاشته، شما میتونید ویدیوی خودتونو بذارید. روی این بالا کلیک میکنید، ببخشید برگشت، یک کمی چیز باشین، جستجوگر باشین، curious فکر کنم میشه نه؟ آره، یک کمی جستجوگر باشید، دنبالش برید. در صورت این بالا اینجا وقتی کلیک میکنید میتونید ویدیوهای خودتون رو بذارید. خیلی ساده است، نوشته add video، هر ویدیویی که دوست دارید میتونید اضافه کنید و بذارید. برگردیم به اون صفحه اصلی و اینجا هم عکس‌ها هست، اینجا هم بی بی سی زنده مستقیم هست، اینجا فاکس نیوز مستقیم هست. اگه دوست داشته باشید مردم ریپورت دات کام را هم میتونیم واگذار کنیم به شما اگر دنبال یک پورتال خبری هستید که اسم به اصطلاح خوبی داره و این اسم رو سالها دوستان میشناسن، مردم ریپورت دات کام. خب برگردیم باید به اون صفحه لایو. امروز یک کمی ما مثل اونایی که همین واقعا سرماخوردگی و مریضی چیز هست بودی لک؟ بله. خب بذار من ببینم که چیه. I'm showing Wednesday. آه نه ببخش، حواسم یک کم پرت شده دوستان، عذر میخوام. خب بذارید اطلاعات رو خوندیم، آقای پتیک رو خوندیم، گرمازدگیه. بله، یک وبسایتی نوشته هیلری کلینتون حد اکثر یک سال دیگر زنده است. چند بار تا حالا این دکترا حتی فامیلای خودمون گفتن دو ماه دیگر زنده است، برو کارات انجام بده، برو نمیدونم وصیت بنویس، قبر بخر، این بخر. بعد طرف 5 سال زنده بوده، 10 سال زنده بوده، حتی بلند شده رفته کشورهای دیگه، اصلا دیگه سرطان ول کرده. خیلی به حرف اینها چیز نکنید. نوشته که 6 ساعت پیش یک روزنامه انگلیسی با اشاره به بیماری هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری نوشت که مدعی شد که او فقط یک سال دیگر زنده است. گرمازدگی هیلری کلینتون خبرساز شد. دوستان نگاه کنید، این عکس من بهتون نشون میدم، وقتی میگم جاهایی که دیگران عینک نمیزنن ولی این عینک میزنه و خود این یه دلیلی هست که ایشون سر داره، یا اون ماجرای قش کردن و اینها. گفتم بهتون آقای عزیزان الان دیگه داره نرس میشه، نمیدونم رجیستر نرس هست چی هست، رجیستر نرس هم نزدیکای پای که میگن همپای دکترا این روزا توی مطب و اینا نسخه میدن و میبینن مریض و اینا، بیاد یه روزی راجع به همین سر و قش و اینها بگه. من یادمه بعضیا تو ایران داشتن اینو و اون ماجرایی که چاقو میکشیدن دورشون برای چی بود. بعدن فهمیدم که میگن این اکسیژن کم داره، شما وقتی وای میسید دور برش 5 نفر 6 نفر 10 نفر این گاز کربونیکای شما رو میگیره، به جای اینکه شما برو کنار مزمی یا عاقبت به خیری با چاقو دور این خط میکشیده میگفته وایسین بیرون این، یا شاید این وقتی حمله ای میشده ممکن بوده به این اون لگد بزنه. در هر صورت بعضی وقتا یه چیزایی اولد فشن قدیمی هست که کار میکنه و مؤثر هست. گوگل وایس رو براتون پخش کردم، صدای مادر بیچاره محمد شریفی مقدم بود. ای که دستت میرسد کاری بکن. ایران پرس نیوز گفته که دزدی و فساد مالی جلاد صلواتی برملا گردید، سندش هم گذاشتن و نوشتن که در این گزارش ذکر شده که احمد رضا گودرزی با کمک مجتبی ناطق نوری در سال 86 و 87 عضو هیئت مدیره شرکت کالسیمین شده و از آنجا مسئولیت فروش کنستانترک تولیدی اون وقت نشستیم اینجا میخوایم سلام رو بکنیم، درود رو نمیدونم بکنیم ورود، اونجا یه چیزی که مینویسن نصفش انگلیسیه. ما اسم دکتر آوردیم، این دوستمون نوشته که دیروز رفتم پیش دکتر متخصص، دیدم ویزیتش شده 30,000 تومان. به دکتر گفتم اگر تخفیف میدی
من بهت میگم کجام درد میکنه و چه اشکالی دارم. اگر نمیدی خودت بگرد پیداش کن، پول مفت میگیرین، جای درد رو هم ما باید بهتون نشون بدیم. میگه مسئولین هم که رسیدگی نمیکنن. اینم خیلی جالبه، همه کارهای ما تو زندگیمون ایرانی ها انتظار داریم مسئولین رسیدگی کنن. من و شما مسئول چی هستیم؟ یه گز خریدم روش نوشته بود تولیدی حاج رضا، حاج علی، حاج حسین، حاج تقی و برادران. به خدا راضی نبودیم واسه یه گز این همه حاجی بیفتن تو زحمت. حاجی ها متشکریم. این کلمه متشکریم و آقای روحانی به متشکریم میگه متشکریم. دیشب دست خط بچگی هامو بردم داروخونه، دو بسته قرص اسیتامینوفن کدئین بهم داد، تازه گفت خیلی هاشم نداریم، باید بری هلال احمر. بعضی از مردم سالی دو بار میرن آمریکا ویزاشون باطل نشه، اون وقت من هر سه ماه یک بار با خط ایران سلم تک زنگ میزنم که خطم نسوزه. خدایا این دلخوشی ها را از ما نگیر. پروردگارا با ما در روز جزا چنان رفتار نما که قوه قضاییه با اختلاس کننده ها رفتار کرد. یکی امروز گفت مامان بزرگم داره از آمریکا میاد. خدایی من همیشه فکر میکردم مامان بزرگا فقط از مکه میاد. سوار تاکسی شدم، کنارم یکی بود که دستش مرغ و روغن بود، خلاصه بد جور جا تنگ شده بود. گفتم سبد کالاست؟ گفت آره. گفتم ربش کو؟ گفت مگه ربم بود؟ گفتم مگه خبر نداری؟ هیچی دیگه، یارو پیاده شد رفت دنبال رب گوجه فرنگی. خدایا منو ببخش، خودت دیدی جا تنگ بود. کلک زده به طرف، طرف رو پیاده کرده رفته. دست فروشه اومده به هم جوراب زنونه نشون داد، گفت یه دونه بخر ارزونه. بهش گفتم من نه زن دارم نه خواهر. گفت بخر بکش سرت برو دزدی. یعنی تا حالا تو زندگیم به این شدت قانع نشده بودم، الانم دارم از تو زندان براتون پست میفرستم. خیلی جالبه. با مادرم وقتی کسی جوک میگه نباید بخنده، ولی چون خود منم بار اولی که اینا رو میخونم خندم میگیره. ببخشید، عین این که اون دوستی که فرستاده داره تعریف میکنه، اون وقت من به نوبه خودم میخندم، شما هم اگه دیدید خنده داره بخندید. ببینم چی میگه. گزارشی آمده بود که در یکی از استانهای هلند هم به خاطر استخراج گاز مدام زلزله میاد که بسیاری از خانه ها دیوارهایشان ترک خورده و مردم درخواست کرده بودن که از آخه مردم بیچاره اونجا قدرت ندارن که از گاز صرف نظر کنن. بله، من دیشب خندیدم گفتم این احمدی نژاد نه فقط تو ایران زلزله انداخت، توی آمریکا هم زلزله انداخت. و جالب اینه حالا که نفت ارزون شده، این شرکت ها دارن یکی پس از دیگری بسته میشن و الحمدلله تعداد زلزله ها کم شده. ممنونم از این دوستمون که اینو نوشت که من یادم باشه بگم تعداد زلزله ها به نسبت سالهای گذشته، معمولا سال 2008 تا پارسال اینها، خیلی کمتر شد. با مادرم رفتیم مغازه حیوانات، یه چرخی زدیم، از یک مار خیلی خوشگل خوشم اومد. پرسیدم چند؟ طرف گفت 200,000 تومان. مادرم گفت نه نماز میخونی؟ نه نماز میخونی، نه روزه میگیری، نه عبادت، حالیته خودش مفت و مجانی میاد تو قبرت. بیا این خیلی جالبه. دیگه مادرم گفت که تو که نه نماز میخونی نه روزه میگیری نه عبادت حالیته، این مارا خودشون مفت و مجانی میان توی قبره. قیافه من تو اون لحظه محشر بود. مامانم میگه گوشی رو بذار بالای سرت، سر ساعت 6 بیدارمون کنه. میگم چرا خودت نمیذاری؟ میگه آخه سرطان‌زاست. مطمئن شدم سر راهیم، چند تا پرورشگاه رفتم، میگن چهرت خیلی آشناست. من واقعا نمیدونم اینا که این جوکارو میگن چجوری این چیزا به مغزشون میرسه. خب حالا از حالت خنده و اینها بریم یکم جدیتر بشیم. این رو همیشه پتیک برای من مینویسه، ولی این بار یه دوست دیگه برای من فرستاده. میگه در زندگی سه چیز صدا نداره: مرگ فقیر، ظلم غنی و چوب خدا. اینم از
این ماجرا. خب ببینم دیگه براتون چی گذاشتم. بله، و اما سازمان نیاک، یکی از سازمان هایی که من فکر میکنم اینها کاری که دارن انجام میدن درست، من ممکنه اشتباه کنم، شما نظرتون چیه درباره نیاک؟ سازمان نیاک رو دوست دارید؟ حمایتشون کنید. آخر این ماه کنونشن دارن، کنوانسیون دارن، تشریف بیارید. دوست ندارید، سازمانی رو که دوست دارید پیدا کنید حمایت کنید. من نظرم اینه که اینها یه عده‌ای آقا و خانم جوان فهمیدن که بابا این سیاست آمریکا اینجوری کار میکنه، از راه خودشون رفتن داخل و موفقم بودن. حالا اینجا سوال میکنه از من و شما، ببینید چی میپرسه. بله، میگه که Why aren't Iranians getting the expected sanction relief promised by the Iran deal؟ چرا ایرانیان اون قولهایی که داده شد در رابطه با برجام و آزادی اون تحریم، به اصطلاح برداشتن تحریم ها، چرا اینها رو ایرانی ها نمیگیرن، به دست نمیارن، بهشون داده نشده؟ بعد میگه که join a conversation with the US Treasury Department and OFAC about sanction relief. این sanction relief، sanction یعنی اون تحریم ها، relief وقتی که یه چیزی رو آزاد میشه، به اصطلاح برداشته میشه دیگه، حالا نمیدونم بگم چی، تحریم تحریم، برداشت تحریم ها. در هر صورت میگه که یک گفت و شنودی هست با US Treasury، Treasury اداره دارایی دیگه، نه خود کلمه Treasure یعنی گنج و اینها. در هر صورت میان مایکل موزیر یا موسیر، کریس بکمیر نوشته moderated by Nayak legal follow Taylor Collins. در اصل اینا فعالن دوستان. یا شما مثل آقای حسن دایی برید میلیون ها دلار خرج کنید، بعدم خوشحال باشید که اینها رو به زمین زدید و هیچ کاری هم از پیش نبرده، یا برید سازمان های دلخواهتون رو پیدا کنید. سپتمبر 24 to 26، 24 سپتامبر تا 26 من سعی میکنم 3 روزش اونجا باشم. برنامه اینها هر وقت رفتم یه چیزی یاد گرفتم. حالا اگر اون موقع چون سپتامبر 24 اینا شنبه یه شنبه است، اینجا والا تو تقویمم نوشتم 24م 25م 26م نیاک. اگر دیگه اون روز یه وقتی کار داشته باشم نتونم برم، ما بعضی وقتا این کارهای ویدیویی رو میدیم به دوستان دیگه، ولی اون دوستان دیگه جوونه، میگه نمیدونم زنم زاییده، بچه‌م نمیدونم مدرسه باید برم، ماشینم خرابه، باز خودمون مجبور میشیم بریم. ببینیم که پتیک برامون چی فرستاده از دیلی بیست. یادتونه راجع به این شازده گدا گفته بودم بهتون، واقعا کسی که طبعش گدا هست و میاد برای ماه 300 دلار آبروی خودش خانوادش رو میبره، خب باید بگی شازده گدا. این عکس اون آقای محوی است. ایرانیان میلیونر پرینس گات امریکن ویلفر. ویلفر این خدمات اجتماعیه که مجانی میدن به افرادی که ندارن. و تو اون ویدیویی که صحبت میکنم اینها، آخرش یه زن ایرانی رو نشون میده که کنار خیابون داره راه، زن آمریکایی کنار خیابون راه میره و بهش میگه شما هم ویلفر میگیری؟ میگه بله. میگه اگر یه روز این کمک قطع بشه چی میشه؟ میگه بچه هم گرسنه نمیمونن. خجالت داره آقای پاسکال محوی، شازده قاجار یا قجر، پسر خاله و دختر خاله پهلوی. خجالت داره، ننگ بر شما باد که حتی شکر این پولا رو که دارید و دزدیدید و به جا نمیارید. هر جا هست این آقای اکبر نوبختیان سنش بالا بود، خیلی هم مسن‌تر از ما بود، اگر فوت شده که خدا رحمت شد، اگه زنده است عمر طولانی براش آرزو میکنم. این آلمان درس خونده، رئیس هنرستان محمد رضا شیراز بود، محمد رضا پهلوی شیراز بود که بعد عوض شد محمد رضا هنرستان طالقانی. این هر وقت ما معلم نداشتیم آقای اکبر نوبختیان می اومد سر کلاس و یادمه دیگه، من یاد گرفتم این شعری رو که همه ماها به اجتماع میخونیم، میگیم کفر، میگیم شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. این به ما یاد داد که این غلطه. میومد میگفت
میگفت ما یه نق میزدیم، میگفت آقا اینجوریه، توپ ورزش نداریم، اینو نداریم، اینو نداریم. بعد میگفت شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. دیگه کفره نداره. اکبر نوبختیان، مهندس اکبر نوبختیان، اگه کسی ازش خبر داره به ما هم خبر بده. This definitely puts everything in perspective. 110 فورد 110 حدود 106 سال از این ماشین میگذره و مدلای ماشین رو برای ما فرستادن. قیمتای ماشین اون موقع درآمد چند بوده، اون 110 سال 105 سال پیش حالا چند و اینها، که همه اینها رو شما میدونید، روی چیزم میتونید، روی اینترنت میتونید پیدا کنید. بله، ارقام تعجب و تحمل انگیز براتون اون روز خوندم که ایران امروز دارای 450 هزار شرکت، هر 171 ایرانی یک شرکت داره. هفتم مال آمریکا رو زدم، دیدم اینجا 6 میلیون شرکت به ثبت رسیده و اگر 300 میلیون جمعیت باشه، اینجا هر 50 میلیونی یه دونه شرکت داره. و اگر ما هویدا گفت به امید روزی که هر ایرانی یه پیکان داشته باشه و این بیچاره خودش مرد و به این آرزو نرسید، و منم میگم به امید روزی که هر ایرانی یه تلویزیون داشته باشه، ممکنه به آرزو به همین روزا برسم، همین روزا بهش برسم، کم کم داریم اقلن به این یکی میرسیم. به امید روزی که هر ایرانی یک شرکت داشته باشه و این شرکت هم تا اونجایی که تونسته اختلاس کرده باشه، و به امید روزی که همه اینایی که اختلاس کردن مثل آقای زنجانی، درست میگم بابک زنجانی، سر و کارشون به زندان بیفته و اونجا هر شب جشن عروسی باشه. دیگه خودتون میدونید چی میگم و چی میگم. دوستان عزیز، ساعت 3:41 دقیقه بعد از ظهر وقت نیویورک، واشنگتن، شرق آمریکا 12:41 دقیقه به وقت غرب آمریکاست. اگر جایی مشکلی دیدید لطف کنید، همینجوری که آقای فرزاد شبستری لطف میکنن ایمیل میزنن یا پیام میزنن، شما میتونید تکست، پیام، ایمیل، فیسبوک، دیگه هیچ عذری باقی نمونده به جز تنبلی که ردیف یکه. تنبلی که باشه همه اینا رو بریز دور. در هر صورت ممنونم که با ما بودید. اگر یه وقتی من یه چیزی گفتم که به شما برخورده، از خودتون سوال کنید. بله، نوشته مربوط به سخنی با هموطنان گرامی را برات فرستادم، ولی متوجه نشدم چرا آن را فرستاد. آره، فرمتی که فرستاده بودید برای من باز نمیشد، من با یه فرمت دیگه باز کردم، اینجوری براتون فرستادم که اگر میخواین برای دوستانتون به دو صورت بفرستید، هم نامه به اصطلاح داخل ایمیلتون باشه آقای آریانپور، هم نامه جورش میگفتن در جوارش یا پیوست باشه. اینجوری برای کسایی که ممکنه فرمت‌های مختلف رو نتونن باز کنن، پی دی اف نداشته باشن، ادوبی نداشته باشن، این راحت‌تر. فقط برای همین فرستادم. در هر صورت ممنون و متشکرم. چون برنامه‌های روز شما را نمیتوانم ببینم و روز بعد آن را میبینم. چرا نمیتونی ببینی؟ آقای آریانپور یکی از افراد ایرانی است که با وجود که سن بالایی دارن، ولی تو کامپیوتر وارد هستن، کارهای کامپیوتر انجام میدن. شما رو فیسبوک میتونید منو ببینید، رو مردم تیوی هم میتونید منو ببینید. اگر مشکلی دارید کامپیوترتون رو با خودتون روز جمعه بیارید اینجا، من همینجا براتون درستش میکنم. احتمال زیاد کامپیوتر شما جدیده و چون کامپیوترتون جدیده ویندوز 10 دارید، ویندوز 10 چرخش پنچره، باید پنچرگیری کنیم، با همین کار رو انجام بدیم. دوستان عزیز ممنون و متشکر. یک چند دقیقه بریم شعرهای شیرازی گوش کنیم با صدای آقای یدالله طارمی، تا من ویدیوی آقای محسن نادری نژاد رو آماده کنم و براتون پخش کنم. شما هم بذارید اینو براتون بیارم، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. ما اینو که می‌نویسیم اینجا، این اسم فامیلمون نیست انقدر طولانیه. شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. چجور؟ یه فیلمی از دکتر مصدق، یه فیلمی از شاه دوست دارید، یه فیلمی از فیلم سینمایی دوست دارید، تماس میگیرید، میگه آقا این فیلم رو مهمون کنید، مردم رو، دیگران رو، اونا رو دعوت میکنید که این فیلم رو ببینن، آدرسش رو برای ما میفرستید یا اون فیلم رو، ویدیوش رو برای ما میفرستید، یه مبلغ ناچیزی هم میدید، همه سوار این اتوبوس میشیم، با هم میخونیم، ما که داریم شاد و خندان میرویم،
پس چرا نالان میروی؟ روز روزگارتون خوش. برنامه ها با آقای با این شعرهای یدالله طارمی، بعد محسن نادری جان ادامه پیدا میکنه، بعد آقای شبستری، بعد دیگه چی رو میدونید، آقای سرهنگ فرومندم قرار شده ویدیوهای جدیدشون رو بفرستن تا ما بذاریم، یک کمی چون مرخصی بودن اینها تنبلن، تا گذاشتن اونا رو براتون پخش میکنیم. روز روزگار و شما خوش. مرسی دوستان، به امید دیدار.